بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. سال هاست که هر هفته با دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شدند به این دلیل که فکر کردند سازمان مجاهدین تبدیل شده به فرقه رجوی و مریم، و امروز هم دیدم آقای حسین نجات نوشته بود سازمان مجاهدین صاحب مرده، و متاسفانه وقتی جدا شدن سازمان مجاهدین به جای اینکه قدردانی کنه، تشکر کنه از اینها که سالها عمر و جوانیشون رو اونجا سپری کردن بدون هیچ چشم داشتی و جونشون رو در خطر گذاشتن، بر این به اصطلاح شد که با اینها به جنگ بپردازه، از تهمت و توهین شروع کرد و به تهدیدم تموم شد. ولی این دوستان افراد شجاعی هستند که من به نوبه خودم بارها ازشون تشکر کردم که نترسیدن و حاضر نشدن که برن و در سوراخ‌های پنهان بشن و ساکت بمانن. آمدند و حاصل تجربه های خودشون، دیده های خودشون رو با من و شما در میون گذاشتن تا دیگران به دامی که اینها اسیر شدن اسیر نشدن. یکی از این افراد آقای مالک بیت مشعل هست که قبلا هم مهمان برنامه ما بوده، ویدیوهای ایشون به صورت بایگانی وجود دارن هم در یوتیوب، هم در گوگل، هم در مردم تیوی و هم در کانون آوا که وبسایتشون هست ava.com. و من سلام میکنم به ایشون، سال نو رو بهشون تبریک میگم، امیدوارم سالی باشه بهتر از سالهای گذشته. و با وجود اینکه ما ضرب المثلی داریم، میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، امیدواریم این ماجرای سیل و اینها به اصطلاح با وجودی که در بهار امسال بود، ولی دلیلی باشه برای ساختن و نو شدن و سرسبز شدن. آقا خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. دوستان سوالاتی رو ارسال کردن، در حین برنامه زنده هم میتونن با فیسبوک ارسال کنن، من از شما میپرسم و خیلی ممنونم که شماها از روز اولی که این برنامه رو شروع کردید در رو باز گذاشتید و درست برعکس سازمان مجاهدین که در و پنجره و همه رو بسته و خودشون در اتاقی نشستند و خود میگویند و خود میخندند، شماها جوابگو بودید و حاضر به شنیدن نظرات دیگران. بفرمایید، این شما و این هم دوستان با شما هستیم. قبل از هر چیز باید تشکر رو از شما بکنیم آقای سربی، و سال جدید و هم به شما هم به هموطنان عزیزم هم دست نگارتون تبریک میگم و امیدوارم که سال پر از شادی و نشاط و موفقیت باشه. همونطور که گفتی سالی که نکوست بهارش پیداست، درست این سیل اومده ولی بهار خیرات رحمت خداست و طبیعته که انشاءالله برای تمام ایرانیان هست، چه در ایران چه خارج از ایران، سال پر موفقیت و سرشار و شادابی باشه. من در خدمت شما. خیلی ممنون. پوستر یا فلایری که گذاشتن برای برنامه امروز و این کار پسندیده رو کانون آوا انجام میده، هم روی وبسایت خودشون میذاره و هم ما هم اینجا روی صفحه مردم تیوی میذاریم، این هست که شما امروز درباره اتفاقاتی که در سالهای گذشته برای سازمان مجاهدین افتاده، مخصوصاً اون حمله هایی که شده و افرادی به اصطلاح کشته شدن، بعضی ها میگن این برنامه خود سازمان بوده، بی‌لیاقتی رهبر بوده که اینها رو اونجا به خطر انداخته، بعضی ها قدمی بیشتر میذارن و میگن که حتی این با برنامه بوده که اونها رو از بین ببرن. نظر شما در باره رخداد 19 فروردین 1390 در پادگان اشرف چیست؟ شما اونجا بودید، شاهد بودید، به ما بگید که چه خبر بود، چی شد، تا ما بیشتر آگاه بشیم. بفرمایید. بله، همونطور که گفتید تماس 19 فروردین تقریبا، من از 13 بدر شروع کنم، ما قسمت زد شمال با ما بود که معروف به A5 A1 و A3 که اونجا هم نزدیک A3 یک مقر آکادمی قبلا آمریکایی توش بودن که بعدش ارتش عراق اومد اونجا نشست مستقر شد. ما 13 بدر بودیم و
خلاص میدیدیم ماشینا میرفتن میومدن، ولی خب به مسئولین نگاه میکردیم، مسئولین با ما نیستن، هیچ کدوم نیستن مسئولین. ما هم یه گنجکاوی کردیم، یه سوالی کردیم، گفتیم آقا با مسئولین، گفتن آقا مسئولین حالا با این حالت، یعنی ما این حالت کنایه، یعنی ما دیگه چون که لایه پایین این تشکیلات بودیم، تو سر خود تشکیلات بودیم ما. گفتم خب باید مسئولین برن نگهبانی بدن تو ازلا، شما به اون سینزه بدر رو صفاتون رو بکنید. ما گفتم شاید راست میگن، آره رفتن اونجا نشستن و فلا اینا، بخاطر ما هم سینزه بدر یعنی بریم. خلاص صدا در تموم شد، 14 هم شد، 15 هم گفتن آقا همه مقرات باید تو ازلا خودشون مستقل بشن. حالا هر مقری برای یک زری گرفته بود که ما زر شما رو داشتیم، ما دیگه کلن مقر رو خالی کردیم، رفتیم اونجا تون زر مستقل شدیم. هم آیه چادر زدیم، رفتیم آسه همون اونجا چادر زدیم، دیگه اونجا فقط ما بودیم، مسئول یه نفر بود. خلاص ما میدیدیم، ما رفتیم آسه مستقل شدیم، یکی ما تعداد حدود 25 نفر رفتیم آسه، از آیه رفتیم آسه مستقل شدیم نزدیک آکادمی که اون ارتش عراق تازه اومده بود، اونجا ارتش پنجم اومده بود. ما اونجا پست بازداده بودیم. خلاصه شب شد، قشنگ اومد چهارشنبه شبش، دوتا از این فرماندهان با نیروهاشون اومدن داخل. حالا تون ازلا یه روز دور جلوتر اینا یک سری هانوی تانکای فی 55 با هانوی ورده بودن که ما هانوی رو انداختیم، گفتیم اینجا بایناسه، ولی بی ام پی تانکه همونجا مستقل شد که ما بقید همون تانکه بودیم که چهار تا شرنشین رو داشت. دو تا از این فرمانده اومدن با کل نیروهاشون اومدن. خلاصه کلی با یک خانومی بود به اسم بشکان، منم اونجا وایساده بودیم، کلن آدم ها هم بودن، منم عربی فول بود، هم اونجا هم ترجمه میکردیم. فرمانده اومد به این مشکال میگفت ببینید من دارم الان، ببین هر زدی رو ما یک فرمانده دو تا فرمانده فرستادیم که با شما صحبت میکنیم، ما با مسئول داخل شما صحبت کردیم، این مشکال پارسایی و سگی حسینی و امثال هم با اونا صحبت کردیم، اونا نمیخوان زمین ها را به ما بدن، نمیخوان شما بکشین نفر، ولی ما الان داریم مستقیم میدیم به شما میگیم، خواهشن التماس، من مواظبه بودم ما به عربی میگفت، گفت خواهشن برگردین شما، اگر شما یه خود فکر کنید شما به خاطر این آدما کشته بشن برین عقب. حالا مژگان چی بهش میگه؟ میگه ای شما خیلی واقعا چیزی، شما خیلی پررو هستین، شما اومدین تو خونه ما، بعد الان میخواین ما بکشیم عقب، شما که تو خونه ما بمونین بخوابین. دیگه این دور بریا که اینجا نشست ما وایساده بودیم دیگه، خب آدم حرفای منطقی رو که میتونه بفهمه، درست ما اومدیم ولی همه دچار لرزه شدن، آخه واقعا این گردن کلفتی آخه. میگه آقا ما فقط ببین، میگه ما هیچی نمیخوام، ببین تازه زمینایی که میخواستن اینا زمینایی که اصلا به هیچ عنوان ما از استفاده نمیکردیم، شب و روز اونجا پست میدادیم فقط برای همین خاکا، چند تپه خاک، هیچی دیگه نبود. اینا میگفتن آقا ما این زمین رو شما برین از اسفالتی که اونجا هستش، از خیابون هستی تا بوم مرحبش مال شماست، نه ما اینه نمیدیم، اینجا 25 سال ما اینجا زندگی مال خودمون. خلاص هیچ، 3 ساعت تمام این فرماندهان با این داشتن صحبت میکرد، آخرین حرف فرمانده به جدگو ببین هر اتفاق افتاد فردا نگین عراق یا فلان کردن بسان کردن به مان کردن دولت این کار کرده، بعد فردا کلی تبلیغات میزید و فلان و بسان کب باشه. این چهارشنبه بود، پنجشنبه شد، پنجشنبه دیگه ما هم واسد بودیم سر مقردات خودم. حالا قسمتی که ما توش بودیم نسبه حدودا 300-500 مترش 300-500 متر دشت باز بود، پوستر ما این مقدار خاکی رو فران و تپه ماهور یه سنگ بود، اینجور چیزا مبانع نظامی هم بود، ما رو اووردن گذاشتن تو این دشت باز، نه تو خاکیزا ها، نه تو تپه خاکا، نه تو دشت باز ما بایستاده بودیم. خلاصه ساعتهای 4:30 صبح دیدیم یک ستون از ماشین درن میان از اون طرف دور اشرف از شمال درن میاد، ساعتهای 4:30 شروع شد شلیک، ما بایستاده بودیم فقط صدای شلیک و تیراندازی و انفجارات ما میشنیدیم. ما همونجا بایستاده بودیم، واسدیم دیدیم تو همین اسنا یک لاندکروز اومد مال خودمون،
ولی نگاه کردید ولی رانندش که عراقی، همین که پیاده شد همه ریختن روسای با تکون میخوان بزننش. من داد زدم گفتم ما به نظر نمی چی میخواد بگه، ماشین رو آورده، این ماشین خودمون رو آورده. بعد گفت کسی اینجا عربی نیست، گفتم چرا بنم عربون بگو. گفت آقا نفرتون مجو اینا اونجا زدش افتاد، رفیقاشون بهش کردن رفتن، ما آوردیمشون. اینو آورده بودن، الان خودش هنوز هم داخله. اسم موسیاش هم رحمت بود، برادر امین محسن واقف که دلقکه فیلم ها و نمیدونه مسخره بازی و جب در میاره، برادر اونه. دیدیم اینو آوردن از دوم گودالی درش آورده بودن، پانسمانش کرده بودن، بیهوش مرده. آقا دست شما در نکنه، خیلی خیلی ممنون. اینا حتی بنده خدا گفتن آقا ماشین شما برید، ما داریم پیاده برمیگردیم. اونا برگشت، من تشکر ازشون کردن، گفتم ممنون از این سنیتتون، خدافظ خدافظ، رفتن. بچه هم این نفر رو مجروع برداشتن بردن امداد مرکزی، ما اونجا بایستادیم. تو این آکادمی که نزدیک ما بود یک لندیکروزشون اومد، یه هاموی اومد گفت اینجا که عربه؟ گفتم من. التماس میکرد آقای صبحی، میگفت تو رو به خدا، تو رو به اون امام حسینی که شما قبولش دارین، تو رو به اون ابوالفضل عباسی که قول دارین، ببین به نفرتون بگو بکشین نفر، اینا میکشن میزنن، تو رو خدا نذارین بیشتر از این آدم ها بی خود اینجا کشته بشن، بری نفر. ما هرچی میگفت من رو ترجمه میکردم برای این مسئول اون قسمت، هم آقای عباد بود، اون فرمانده صحنه بود. ما حدودا 35 نفر بیشتر بود اونجا مستقر بودیم. من ترجمه کردم که بهش بگو ما همینجا یا خونمون اینجا ریخته میشه یا تکون نمیخوریم. هیچ، ما اونجا بهش اینجا بشدیم ماشینه رد، گفت دیگه میره با خود بتونه، ما داریم التماستون که بریم. خلاص هیچ. بعد قشنگ رس ساعت 8 دیدیم ماشین ستون طرف ما اومد. باور کن سه بار هم اختار کرد، هر سه بار، هر مفاصلی هر سه بار 5 دقیقه در 5 دقیقه بود که شاید اینا بگن آقا بکشین عقب. مسعودین هیچ کنه، فقط ماها بودیم همین یه نفر که آقا بهش گفته بودن در ساعت مشخص همه گوشی ها، فقط اینا گوشی داشتن، همه تلفن ها سکوت بیسیمی خاموش، یعنی ارتباطی با اون بالایی ها نباید داشته باشه. که بعدش هم در یک انتقاد تموم شد، آقا من انتقاد به فلانی دارم، آقای عباد دارم که آره در صحنه گوشی تلفنشو خاموش کرد، گوشی رو خاموش کرده بود. یعنی این مرز سرخ اینا بود، در حالی که خودی گفتیم در زمان مشخص تمام تلفن باید خاموش باشه، سکوت بیسی هیچ. سه بار تذکر دادن، گفتیم چیکار کنیم؟ گفت همینجا به خط بشین جلوشو وایسیم. حالا ما یه جلیقه نزد دگلوی جلیقه معمولی، یه دونه چوب، یه دونه کلا، طرف واسلا از 300 متری گفت آقا گفتیم دستخالیم، گفت حتی نگفتن برید پشت خاکریز را ببونید یا سنگ بزنید، گفت همینجا تو همین دشت باز. خب اونا هم گرفت که نظامی هم دیگه بچه که نیستن، اومدن قشنگ اومدن روبروی همجی که ما بخط شده بودیم، اینا هم بخط شدن روبروی ما. همین که اختار آخری داد گفت 5 دقیقه دیگه به شما مهلت میدیم بعد از اختار آخری، تکون نخوردیم. همین که 5 دقیقه تم شد تیراندازی شروع شد، اونجاست که آدم ها میفتادن که اینجا تو این حتی تو این صحنه یکی از همزبون ها خلیل کعبی بود کشته شد، 5-6 نفر از بچه همونه زخمی شدن. حالا ما چه سوار با آیفا شدیم، سوار آیفا سوت گفتن بکشین عقب، ما کشیدیم اقل که 2-3 نفر ما افتادن با تیزدن افتادن همونجا دیگه نتونستیم اونا رو بکشیم بیاد. ما سوار ماشین شدیم، اینا هم نشستن، ولی ببین اینا واقعا نمیخواستن ما رو بکشن. اگه میخواستن ما رو بکشن تو همون آیفا که ما بودیم همه اون راحت به رگبار میبستن. دو تا ما آیفا بودیم، دو تا آیفا، دو تاشون هم پر قشنگ هم پشت شوب اینا بود راحت، اینا هم نشسته بودن فقط تیر هوایی میزد که اگر تیر زمینی مستقیم توی آیفا میزد همه اونو میکشن، ولی نمیخواستن اینا بکشن. کشیدیم خلاص، ما کشیدیم اقل، اولین حرف مجگان پارسایی این بود
چند نفر کشته، چند نفر مجروح. گفتیم یه نفر کشته، 6 نفر مجروح. گفت خوب خوب، انگار انتظار داشت بیشتر، چون که واقعا بچه همون که ما رو از دور نگاه میکردن، از در اشرف ما رو نگاه میکردن، داشتیم با اینا به ما تیراندازی میکردن. گفتم حداقل اینا 30 تاشون افتادن، 30 تاشون، 30 تامون، 30 تامون اینا حداقل مجروح شده باشه. ولی خب اونا نمیخواستن ما رو بکشن، واقعا قصد نشه کشتن ما نبود. ببین واقعا به اینا ما تحمیل کردیم آقای سردی، چون که دوگوش ما خونده بودن آقا مرز سرخ اشرف قانون استراتژیکی برای سرنگونی اشرف، ما هم اشرف و اشرف میکردیم، انگار که اشرف دیگه کعبست بریم و باید از اجری برای حفظ آرازت بکنیم، حتی به قیمت جونمون، به قیمت خونمون. در حالی که ما بعدش ما که لایه پایین که به ما میگفتن عضو قدیم، قبلن به ما میگفتن کادو یعنی اسم لایمون، بعد شد عضو جدید، این عضو که تو سرخور تشکیلات بود، آخر تو صحنه باید ما باید وای میسادیم. ببخشید، عضو قدیم که باید قابل احترام باشه چون به اصطلاح سابقه بیشتر داره، بعد به شما گفتن کادو. قبلا هم گفتن کادو، بعد میشدی کایک، بعد میشدی عضو. این جالبه، این استفاده کردن سازمان مجاهدین از حروف الفبای انگلیسی برای من خیلی جالبه، چون مثلا شما وقتی میگین کادو من فکر کردم یعنی کادو، هدیه. اجازه بدین من سلام کنم به آقای رزاقی، آقای کرمی، آقای اکبری، و آقای رزاقی هم به شما سلام کردن و گفتن سلام به مهمان برنامه آقای جهاد. آقای کرمی میگه آقای سربی دقیقاً این خواسته خود رجبی بود، بارها و بارها گفته بود که اگر با ارتش آمریکا رو در رو بشویم تا جای پیش میرویم که درگیر نشویم، اما اگر با ارتش عراق مواجه بشویم هر گونه درگیری پیش بیاید استقبال میکنیم و بالاترین بها را از دولت عراق میگیریم، هر چقدر هم کشته بخواهد میدهیم. ایشون اضافه میکنه که این مقدار کشته شدن نفرات هم خواسته مسئولین و شخص رجوی ملعون بود، در صورتی که اگر رسیدگی های پزشکی میشد کمتر از این کشته ها داده میشد، چون خیلی از زخمی ها را تمام کش کردن، یعنی آنقدر خون از آنها رفت تا مردن. من این اصطلاح رو تا حالا نشنیده بودم. آقای اکبری از آلمان می نویسه که مریم خانم برای تبلیغ احتیاج به خون داشته و من خودم یکی از شاهدینی هستم که وقتی اینجا اون ماجرای ماه اپریل بود اگه اشتباه نکنم و چند نفر کشته شده بودن و اینها اون ویدیو و فیلم ها و عکس ها رو گذاشتن و مراسمی گرفتم و من اونجا بود که بیدار شدم و دیدم که مرده یا جنازه و عکس شماها بیشتر از زنده بودنتون ارزش داره و دیدم که این سازمان یه سازمان مرده پرسته و به فکر به اصطلاح اعضایش نیست. بفرمایید. بله، نه حرفاشون کاملا درسته، ما بعدنها فهمیدیم. حالا من تو صحبتام هم اشاره میکنم، نگاه کن آقای شعبی، قبل از این حمله ما خودمون که 20 نفر 25 نفر هم بودیم، یه تعداد نفرات ما رفته بودن برای کارهای فردیش، ما جلوی چی بهش میگن ماشین آمریکایی با درجه را با چند دو سه تا از این فرمانده های آمریکایی بودن با خود فرید آوچی که اینا مترجمشون به صلاح بود، با استایکر اومده مجلوشون وایس فردیم، خب استایکر هم وایس فرد، خود فرید هم خود در جنرال اومد درجه دار اومد پایین، فرمانده نمیدونم درجه چی بود، اومد پایین ما شروع کردیم پاسه باید، گفتیم آقا اینا میخوان حمله کنن، اینا اومده فلان میخوان ما رو بکشن. گفت نه، اینا الان فرید هستش اینجا، داریم بیریم صحبت میکنیم با فرماندهان عراق، با دولت عراق، با مسئولین شما، که اگر حتی این حرف رو زد بگه ما باسم نفهمیدیم چی گفت. گفت اگر فرماندهان شما، مسئولین شما کمی چیز بکنن انشالله به خیر و خوشی میگذره. این حرف یک. خب نگاه کن، از 6 و 7 مرداد تا به این ور حالت سکون داشت، حتی چند بار در نشستا که برای ما میذاشت این بحثو میکرد توی نشستا و اینو میگفت، خود رجبی میگفت مجاهد خلق نباید در حالت سکون باشه، باید همیشه در حال جنگ و خون و خوریزی باشه. سکون اصلا برای مجاهد نیست که،
مجاهد یعنی باید جنگنده، باید همیشه در جنگ باشه و راهمون رو با خون باز میکنیم. ما همیشه خون از کی؟ کی باید خون رو بده؟ من؟ اون؟ شما؟ کی؟ خودش نشسته اونجا؟ آره راه خودشو بخور. حالا احتیاج داشت، واقعا احتیاج داشت. ببین هر از گاهی این بایستی یک چیزی رو درست بکنه. باور کن حتی حمله 6-7 مورد هم مثل همین ها 6-7 مورد هم گفتن ای ما از خود دنیا بخبر. اینا اومدن یه بابوش اینا میخوان بیان داخل و وسط اشد میخوان پاسگاه بذارن، بعد میگیرن ما رو بشون میکنن با آدم ربایی، بعد میگیرن حتی از جلومونه میگیرن دستگیر میکنن و از اینجا ما رو هم دیگه چیز کرده بودن. گفتیم تمام، ما نمیذاریم، میخواد اینجا بیا پاسگاه بذارن تو خونه ما تو اشرف ما. ببین حتی 6-7 مرداد هم تحمیل شد به دولت عراق. ببین این هر از گاهی بایستی یک مقدار آدمو بکشتن بده تا بدون بهره سیاسیشو خودشو مظلوم نشون بده. و واقعا همین بود. آقای پرویز حنا تایید میکنن گفتهای شما رو و میگن که با سلام به مهمان برنامه جهاد عزیز، فرقه رجوی اصلا دنبال جنگ بودن برای اینکه مطرح بشن، وگرنه میشد بدون خونریزی از این کشتار جلوگیری کرد، ولی اینها دنبال فاجعه آفرینی بودن که بگن دست خالی جلوی زرهی ایستادی. عراقی ها به ما رحم کردند، وگرنه کشته ها باید بیشتر میبود. و خود رجوی در یک نشست گفت انتظار 400 کشته میدادیم که ارزشش را داشت. خانم لیلا بیگلو، ما هم به ایشون سلام میکنیم، سال نو رو تبریک میگیم. آقای علی مالک برای شما نوشتن یا برای ما نوشتن که سلام، آن تانک ها و وسایل جنگی سنگین را که در کلیپ های تبلیغاتی نشان میدادن از کجا می آمد و آیا توانستن که از آن تجهیزات سنگین جنگی چیزی با خود به آلبانی ببرم؟ متشکرم. آقای علی ملک مرزبان و آقای هاجری هم به شما سلام میکنم، من هم به ایشون سلام میکنم. اون توپ و تانکای قرازه ای رو که صدام به اینها داده بود تا اونجایی که من میدونم فقط برای جنگ با ایرانی ها استفاده کردن. شما دیدبان بودید درسته آقای بیت مشهد؟ بله بله، خب. اونجا پوست داشته بودید دیگه، موضوع کلا مال ما بود، ما اونجا مستقر شده بودیم. بله، چون شما دیدبان بودین دوستان از شما سوالای مخصوص دارن، میگن با توجه به اینکه شما دیدبان در سمت شمال شرقی پادگان اشرف در اون روز بودید، میشه دو سه روز قبل از این درگیری ها را شرح بدهید که چه اتفاقی میخواست بیفته؟ تقریبا همون چیزی که شما گفتید، از قبل هی آمدن به شما گفتن بابا برین ما اینجوری، ولی اگه میخواین بیشتر در موردش توضیح بدید بفرمایید. بله ببین، گفتم که ما سینزه بده که بودیم، دیدیم یه سری ترددات میرن و میان. خب ما هم سوال کنجکاوی کردیم که آقا جریان چیه کنن، گفتن نه هیچی، مسئولین که رفتن پست و فلان نشستن، نشستای مسئولین بالاست. خب حالا بعدش پنجشنبه چهارشنبهش قشنگ دیگه دیدیم ماشینا از در به اشرف اومد داخل، یکی T-55 بود و یکی هامبی که اومد تو زیر ما، اومدن تو زیر ما، اومدیم گفتیم آقا جریان چی و فلان و بسان و بمان از این رو. گفتن آقا قراره که الان دارم با مسئول شما صحبت میکنن که قرار شما برین عقب نشینی کنید، بعد اینجا ما مستقر بشیم. یعنی اومدن آیک یکی هانبی گذاشتن، آسه هم یه دونه T-55 گذاشتن که هر کدوم 3-4 تا سرباز بودن. ما با این سربازا داشتم صحبت میکردم، من حتی صحبت هم کردم. خب یکیشون به من چی پرید گفت؟ گفت ببین، گفت اگر شما زنده از اینجا در رفتین تا 100 سال دیگه نمیبینین. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین، تا اونجایی که من میدونم مسئولین شما میستین که نمیخوان کوتاه بیان، میخوان زمین رو ندارن، پس خودتون آماده کنین به نظر رفیقات هم بود. اینه ببین که منم گفتم برای چه؟ گفتم یعنی چی چیزی؟ دیگه خودتون آماده یه اشهد ان لا اله الا الله بگیم دیگه، چون که به ما میگن باشیم بخط بشیم دیگه، باید باشیم جلوی گذور دیگه، باید ازش حمایت کنیم دیگه، باشه مال خودمونه، نباید بدیم. یعنی ببین خیلی 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 واقعا میشد آقای سوربی. ببین اولا که اون زمین رو
ببین هیچ چیز استفاده ازش نمی کردیم. باور کن پوستم که می دادیم پوست خاک می دادیم، پوست بیابون می دادیم. این مقداری مش خاک و خاکریز و گردال و مردال و فلای اینو اشرف اصلی از اسفالت خیابون سگ با اون بره، اون اشرف کامله، اون ساخت و موناش ماشیناش نمیدونم هر بیشش اون طرف اون بره جاده است. یعنی 3-4 کیلومتر 5 کیلومتر این محبته بیابون اصلا خالی. خب اجازه بدید آقای بیت مشعل، چون شما اسم خیابان صد را آوردید، یکی از سوالا اینه، تا قبل از درگیری ها از یک سو سران فرقه و از سوی دیگر فرماندهان ارتش عراق جلساتی داشتند در رابطه با عقب کشیدن سازمان تا اول خیابان صد، نتیجه این ملاقات ها چی شد یا چی بود؟ آها، نتیجه این ملاقات ها آخرش این شد قشنگ همون دم غروبی، دم بعد از ظهریه، آره نزدیکای بعد از ظهر بود، تا زیتا دو و نیم این آمریکایی که این حرفو به ما زد، گفت ما داریم میریم ان شاءالله که امشب حل و فصل بشه تمام میشه، ما گفتیم تمام دیگه. فردا شبش که چهارشنبه بود این خود فرمانده عراقی اومد همون موزی که ما قصده بود، گفت ببین این حرفش هم این بود قشنگ، من یادم فراموشم نمیکنم، داشت با اون مشکان صحبت میکرد، گفت ببین ما با مسئولین بالاتون صحبت کردیم، اونا نمیخوان کوتا بیان، ولی ما وظیفمون رو الان برای هر موضوعتون ما نفر فرستادیم، فرمانده هم فرستادیم نه سرباز، که با شما مسئولین اینجا، فرمانده اینجا کیه؟ گفت منم مشکانه، گفت من فرمانده اینجا، گفت فرماندهش پس خواهشان نگاه کن از سالا دارم بهت میگم نفراتتو بکش عقب دیگه، الان میخوان دیگه به زور بیاییم زمینای ما رو نمیخوان بدیم، ما به زور متوسل بشیم. بعد نگاه کن 6-7 مرداد همینجوری بودا، بعد اینا تو تبلیغشون گفتن آمریکا به ما خیانت کرد، آمریکا قرار بود از ما حمایت کنه، ول کن نه به فکر من، آمریکا دید شما اصلا کوتابیا نیستین، به خدا همون شبش ماشینا بعد از ظهر دم غروبش ماشینای استرکر ماشینای آلمانی و استرکراتش از دل جلوی درب شما زده رفتن بیرون. من تا اینا رفتن بیرون بچه‌ها گفتم تمام، امشب که امشب همه میشه. گفتم از کجا؟ گفتم حالا ببین، حالا با بچه خودمون که خیلی نزدیک هم بودیم خودمونی، گفتم الان دیگه میگم ماشینای آمریکا رفتن بیرون، یعنی 6-7 مرداد بازم خیانت کردن به ما آمریکایی‌ها. خب میگه قشنگ ساعت 4 تا ببین تا ساعت 3 شب اینا داشتن با اینا صحبت میکردن، واقعا با اینا مسئولین داشتن صحبت میکردن، ولی بازم کوتاه نمیدن، گفتن نه. چی میخواستن؟ خون میخواستن، فقط خون، راشون باز بشه، به قول خودش سکون بودیم، هیچ برای نداریم، هیچ برای سیاست دارن نکردیم، همیشه هم زیر زربیم، پس باید یه خونی بدیم که بدیم آی ما مظلومیم، ما فقیریم، دست خالیم، به ما حمله کردن، من قیمت دادم، به تو حمله کردن، من خونه، من خونه ازم ریخته، تو مظلومی، اینجوریه اصلا کلن همین، اصلا بس اصلا همینه. بعد نگاه کن، بعد این که نگاه کن آخر کجا در اومد، موقعی که ما رفتیم لیبرتی اکثر حرفای ما این بود که آقا این همه میگفتیم اشرف اشرف، باور کن تو نشستم میگفتیم اشرف اشرف اشرف، پس اونایی که 11 نفر 6-7 مرداد با 500 مجروح با 35 نفر با نمیدونم 1000 خورده مجروح، یعنی اینا کشک شد رفت رو هوا، رفت مرده مار شد، پس برای چی اشرف رو ترک کردیم؟ اگر قرار بود اشرف اینجوری ترک بکنیم چرا این همه کشته دادیم؟ آقای بیت مشعل، بله شما جواب آقای مالک رو ندادین که این تانک‌ها رو بله. با آلبانی بردن یا نه، ولی آقای رزاقی جواب دادن که رجبی از عراق به جز دلارهای خونین و یک عده اسیر ذهنی و فکری نتوانست چیزی با آلبانی ببرد. بعد از خل سلاح فرقه رجبی با چماق و دسته تی رژه می رفت، این چماغ ها را هم در عراق جا گذاشت. یعنی با عرض مزید با عرض مزید آقای صحبی سر این نکته من از دستم در رفت، ببین موقعی که جمع‌آوری سلاح شد و اون موقع سلاح ها رو ما تحویل آمریکا دادیم، فقط تنها مینوبوس موند، والندیکروز بود، آیفا بود، همین دیگه، هیچی، هرچی سلاح دوپ و تانک و فلان هرچی بود دادیم، حتی دادیم به آمریکا برد. حالا بعضی بر حسب خبرایی که من از نیروهای عراقی من شنیدم گفتن آقا نصف شده است بخواهی فرستادیم برف آبش کردن تو زوب ریختن زوبش کردن نصفشون نمونده تو ارتش عراق دارن استفاده میکنه ازش،
یعنی ببین، حتی موقعی که از عراق اومده بیرون، یک دونه لندکروز یا مینیبوس هم با خودش نبود. بله، خب چون شما صحبت از آمریکا و ارتش آمریکا میکنید، این سوال مربوط میشه با توجه به اینکه ارتش آمریکا در آن زمان توی قرارگاه اشرف گشت داشتن و در جریان همه امور بودند، چی شد که قبل از درگیری اشرف را کامل تخلیه کردند و با زرهی‌هایشان رفتند؟ آخه تا اونجایی که آمریکا خودش وارد شد، جلسه به قول خودشون گفتن جلسه سه جانبه، یعنی آمریکا و فرقه و فرماندهان دولت عراق، اینا با هم نشستن، آخرین حرف مشخص بود این بود. من اینو حتی از زبون یک عراقی من شنفتم، سربازم بود، نه درجه داد، سرباز بود. حتی اول تیکه کلامش این بود، گفت این یادگاری صدامه که برای ما گذاشته، بلوای یک مصیبتی شد رو سر ما. این اولین حرفش. خب گفتم ببین، گفتم واقعا شما، نه که خب عرب زبانم بودن، منم تو اون دستگاه دیگه زوب شده بودم دیگه. گفتم واقعا دلتون میاد که شما مهمون خودتون رو برای عربا، خودت میدونید که افت داره دیگه، مهمون بزنن بکشن، شما میبایسته از ما حفاظت میکردین، حفاظت از آمریکا گرفتین، الان شما خودتون مهمون خودتون داره میکشین. گفت به خدا اینا مهمون نیستن، من تو رو نمیگم ها، به من میگفت، میگفت تو رو من نمیگم. گفتم ها، گفت اونا اون بالا مسئولینتون. گفت ببین فقط یک چیز نمونه، گفت فقط دستشون رو ماش نکردین که آقا بکشین عقب، این آدم ها کشترشن، بذار به خون خوریزی نکشه. ما بابا همین یک چند تایی یه وجب خاکی میخوایمش، لازمش داریم، نمیخوایم بدیم به مردم روستایی، بدیم به اون که کش بکنه، ما برای ارتش خودمون لازم داریم. خواهی بیت مجل، الان اونجا چگونه است؟ کسی رفته ببینه یا به وسیله گوگل مپ از بالا میشه دیده بشه که اون پادگان اشرف یا قرارگاه اشرف تبدیل به چی شده؟ والا ما تا موقعی که لیبرتی بودیم، بعد یه مقدار تصاویری از اونجا هم برای ما آوردن، اصلا دیگه اون اشرف دیگه تموم شده دیگه، اصلا اشرف نیست دیگه، خبر نیست. یه سری علف هم صحرای دشت اولی سر علف و درخت، و میگن حتی درختایی که توش بودم نصفشون هم داشت خوش میشد. یه سوال دیگه اینه که شما در این مورد هم باز صحبت کرده، ولی اگه بتونید یه مقداری بیشتر توضیح بدید. تا قبل از این درگیری اکثر فرماندهان، چه زن چه مرد، در صحنه بودند. چی شد که یک ساعت مانده به ساعت مقرر، یک مرتبه همه غیبشان زد و نیروها را در صحنه تنها گذاشت؟ این ببین اصلا کلن توجیه شده بودن، اینا توجیه شده. آقا مثلا فرض مثال در ساعت مقرر، مثلا ساعت فلانی یا مثلا همچین چیز شد، این تعداد مسئولین بکشن عقب، فلان مسئولی که اونجا تو صحنه مونه فلان ساعت باید تلفن ها خاموش بشه. باور کنید شامو همه با هم خوردیم، شب جمعه بود، شامو با هم خوردیم، من با دو نفر دیگه رفتیم آتش روشن کرد نشستیم، پست میدادیم، نگهبان بودیم دیگه، آدم ها هم همجوری نشسته بودن دیگه، دیگه خوابی که نبود، نشسته بود دیگه، هر آن واحد هنوز به کاروان هم نیومده بود، ستون نظامی ارتش عراق هنوز نیومده بود، اینا داشتن باش داشتن صحبت میکردن، با هم دیالوگ میکردن. خب بعدش موقعی که چشم باز که دیگه ساعت چهار و نیم که اومد، صدای تیر اندازی اومده فلان، هوا های گرگمش بود، یه خود هوا روشن شد، باور کن نگاه کردم من، فقط همون یک نفر عباد فقط بود، بقیه نبوده، فقط لایه ما بود با این جدید ها که از ما جلوده به حساب هاشون هم بیشتر، فقط اینا بودیم، اون هم این جدید ها مثل ما هیچ فرقی نمی کنیم، مثل چهار ساعت هم باید بردگی میکردیم، مثل اون هیچ فرقی نمی کنیم، این خوده شب تا صبح جون میکرد، بردگی میکشن از به داخل افتاد تازم براش. بعد نگاه کن چه جاده، دوتا از بچه هم لایه خودمون، یکی عضوه یکی هم جدید بود، اینا دیدن عراقی ها داره بهشون نزدیک میشه، اینا پریدن رفتن پشت یه قاکریزی از اون طرف زدن رفتن داخل اشرف. باور کن بعد از اینکه این موضوع یه هفته گذشت، این مقدار جنگ و اینا و تیراندازی و فلان اینا تموم شد، باور کن برای اونا رو صدا کردن تو نشست، براشون نشست گذاشون، چند همه آدم ها رو جمع کردن که آقا شما چطور فرار میکنید،
از صحنه. گفت بابا فرار نکردین، کجا فرار کردین؟ بابا خو نزدیک ما هستن، داره حمله میکنه به واسلا اومد داره من چوب دستمه وایسم، خب باید فرار کنم دیگه، تازه منم جایی نرفتم، بودم پشت خاکریز خودمون رفتن. خب ببین برای اینا، برای ما لایه پایین اصلا عیب آره حرامه، چرا باید سر ترک بکنیم؟ ولی برای مسئولینشون باید زودتر قبل از حمله باید بکشن افر، یعنی این واضحه. به قول خودشون میدونی چی میگن حرفشون چیه؟ میگه خب مثلا ببین این مسئولی که 20 سال به مسعود رجبی به پاش زحمت کشیده، اینو مسئول کرده، اینو تبدیل به یک فرمانده کرده، حالا بفرستیمش همینجوری کشته بشه، خدا میخواد یه نفر جایگزین بکنه؟ هیچی، خیلی وقت میداره. بله آقای میرزایی یه بحث خوبی رو عنوان کردن، میگن که هم سلام میکنن به شما، من هم ممنونم سلام میکنم بهشون، گفتن که آقای بیت مشعل اون موقع گفتن گردآوری سلاح، در اصل خلع سلاح بود، ولی نمیخواستن این را بگویند. میدونید که الان در نیوزیلند به مردم پیشنهاد کردن که اسلحهاتون رو بیارید بدید، حتی بهتون پول میدیم. این فرق میکنه با خلع سلاح کردن. خلع سلاح کردن معمولا وقتی یه نفر بر یکی پیروز میشه اونو خلع سلاح میکنه و به اصطلاح اسلحه رو از دستش میگیره. آقای رزاقی در رابطه با اینکه الان اون پادگان یا قرارگاه به چی تبدیل شده، میگه این پادگانی که رجوی مدعی بود سانتیمتر به سانتیمتر اردوگاه دفاع میکنه و روی دیوار نوشته بودن چه اشرف نباشد تن من مباد، اردوگاه اشرف الان در اختیار نیروهای بدر هست به فرماندهی العامری، حتی سفیر رژیم ایران هم رفت در خیابان صد اردوگاه اشرف در میدان عکس یادگاری گرفت. یعنی میشه گفت حقیقتا یه جورایی کنترلش الان دست حکومت ایران هست. بله والا دقیقا تا اونجایی که به من میدونم اطلاع دارم گفتن فقط الان قسمت اونجایی که ما بودیم، گفتن اون ارتش عراقی که دو آکادمی بود اون تحویل گرفت کل اشرف و دیگه از اون آکادمی دیگه، فقط اون آکادمی یکی می خوددن دو کیلومتر در دو کیلومتر محبتی دو کیلومتر در دو کیلومتر بود دور دور اشتم خاردار و خب امریکا هم زکی درست کرده بودن این دو موقعی که حفاظت از اشرف میکردن اونجا درست کرده بودن، گفتن اون ارتش پنجم عراق دیگه اومد مستقر شد تو کل اشرف. اینجوری شنیدم حالا دیگه دو موقع. بسیار ممنون. سوال دیگه ای که شما یه مقدار باز در مورد صحبت کردید، الان اگه بتونید بیشتر توضیح بدید، میگن شما که در صحنه بودید در بعضی جاها به عنوان مترجم عربی حتی عمل میکردید و در جریان خیلی از موضوعات بودید، میشه در این رابطه، در رابطه این اتفاقی که افتاد توضیح بدید؟ که فکر کنم همون ماجرایی که چون شما عربی هم متوجه میشدید اینها به شما گفتن که شماها مهمون ما هستید ولی اینها این کارا رو کردن، یه مقداری توضیح بدید بیشتر، چون کسی نمیتونه بگه برداشت شما اشتباه بوده، چون دیگه شما از زبان خودشون به زبان عربی که وارد هستید حرفا رو میشنیدید. بفرمایید. بله اون موقعی که اول یک دیگه کلام اون فرماندهی که اون شب اومد با این مژگان صحبت کرد، ما هم با هم وایساده بودیم که منم قشنگ اونجا وایساده بودم، خودشون اینجا رو به هم دیگه منم وایساده بودم، بعد اینکه کلی با صحبت میکرد منم ترجمه گفتم آقا این میگه بکشین عقب، اینو گفت نه فلان و بسار ما نمیکشیم عقب از این حرفا، فرمانده عراقی چی گفت؟ گفت ببین، گفت خواهشن حالا با هر لحن و هر زبون و احساسی که تو داری به اینا بفهمون بگو به خاطر این آدمایی که اینجا هستن علیکی کشته نشن بکشن عقب. من همینو منتقل کردم، گفت اصلا ما برای همین اومدیم، بیش بگو برای همین اومدی. ببین دیالوگ طوری بود که وقتی من میخواستم حرف اینو مژگان رو منتقل کنم به این عراقیه، احساس میکردم سنگینه برام، آخه حرف این مقدار زوره، انگار حرف زور توش بود، نمیخواد انگار زمین ملک خودشونه، انگار خریدن. خب تا خود 3 ساعت تمام این فقط التماس میکرد و این حرف رو میزد، آخر دست چی گفت فرمانده عراقیه؟ گفت مالکم و مال خیر، به من گفت ها، نه به اون، به من گفت، گفت مالکم و مال خیر یعنی چی؟ یعنی آقا انشالله که خیر ببینید، من دارم میرم دیگه.
خاطر اینایی که اینجا هستن وایستادن، به خاطر یه مقدارم از اون خانم‌ها هم باشون بودن، گفت به خاطر این خانمایی که اینجا هستن، زنن بابا دختر اینا گناه دارن، اینا کشته نشن. بهش میگه بگه نمیخواد تو دلسوزی کنی برای اینا، شما اومدین زور وارد خونه من شدین، بعدن دلسوزی میکنی برای من. نگاه کن این حرفایی که رد بدل میشد، این حرفایی که زده میشد. حتی عراقی‌ها هم گفتن باور کن بارا حتی عراقی من که تا موقعی که این جموجو که ما دیگه از اینا فاصله گرفتیم، فاصله ما همیشه تنگاتنگ با اینا بودیم، هی میومدن صحبت میکردن و فلان، حتی به من چیز میکردن، میگفتن تو چیکار میکنی با اینا. طرف که بهش گفتم تو خجالت واقعا شرط نیست برای عربا که چیز میکنین اینجوری چیز میکنی. گفت نه اصلا تو برای تو شرط نیست تو که عربی با اینایی، یه مش آدم زورگو. یه 25 سال اینجا بودن، با صدام بودن، بدبختمون کرد من پدر صاحب مورد بود، نمیتونستم بگیم آقا مجاهد، میگفتم مجاهد باطل خلاصمون میکرد، همون صدامش همینه، شکایت میکردن پیش صدام، میگفتن آقا این فلانی این حرف زد، نه سپهبادش نه سرهنگش نه عقیدش نه ضابطش میتونست اصلا حرفی به اینا بزنه. الان هم که میخوام میگیم آقا بیاین بریم عقب زمینامونو بدیم، باسم نمیرم. یعنی همچین واقعا حرف زور بود. علاوه بر این که حرف زور، اینا عمدن میخواستن حرف زور رو بزنن که چی؟ از حالت سکون در بیاد، یه بحری سیاسی هم نبره، خون بده یکی دیگه، خون بده یکی دیگه، بحره میبره. اصلا سیاست این فرقه تو این سالی همین بوده، تو این 15 سالی که من بوش بوده. سر اون یه نکته من بگم، سر اون جمع آوری اصلاح درست خلع اصلاح بود. حالا به ما چی میگفتن؟ میگفتن گردآوری اصطلاح، و حالا باید یک جشن تودی اصطلاح هم بکنیم، نه خلع اصطلاح. من راست میگم خلع اصطلاح بود نه جمع‌آوری، واقعا راست میگی، احسن دست در نکنه بابت این کلمه‌ای که تکمیل کردن شما. من آقای سوری، یعنی بحث خون دادن بود، بحث کشتن آدم بود. ببین تازه خیلی قشنگ تو نشست بعدش پیام اولی هم دومی گفت من همه حرفی که اون برادر اون آقا زد اون رفیقمون قرشم گفت ببین من انتظار داشتم به آمار 200 به بالا باشه، 200 به بالا، نه مجموعا 200 بالا کشته فقط باید باشه. باور کن من الان چیز ندارم، ولی خیلی از بچه‌هایی که مجموع شده بودن رفتن، رفیقای من بودن رفتن تو بیمارستان، اون امداد مرکزی اشتر، باور کن یکیشون قسم میخورد میگو مالک شاید بگم باورت نشه، میترسم ناراحت بشی. گفتم چرا؟ گفت ببین اکثر بچه هایی که الان میگن که فلانی خوریزی که از خوندش نزاشتم برم بیرون مرد، گفت عمدن نگه داشتم که کشته بگن. خیلی ممنون. آقای رزاقی یه عکسی رو فرستادن، نوشتن آقای سوربی این هم عکس سفیر ایران در عراق که در اردوگاه اشرف گرفته شده، فکر کنم سفیر قبلی ایران به نام دانایی فر باید باشد. اجازه بدید من این عکس رو نشون بدم، و به نظر میرسه که اشرف رجوی هم دوباره دست اینها افتاد. و یک لحظه، بله این عکس کامرای 3. خب احتمالاً اینا روی اینترنت هم هست، چون ما به ویدیوهای رو دیدیم که اصلا رفته بودن خبرنگارا و از اون به اصطلاح مخفیگاه‌های رجوی یا اون قسمت آشپزخونه و سلف سرویس و اینا فیلم برداری کرده بودن، حتی نشون میدادن که نوع آشپزخونه فرق میکرده، برای مثلا اونایی که رده بالا هستن چیزایی که درست میکردن با اونایی که رده پایین هستن فرق میکرده. حالا چجوری اینا میخواستن بیان تو ایران بعد از اون ماجرایی که آخوندها یه بار قول دادن جامعه بی طبقه توحیدی و دیدیم بدتر شد، حالا این بار مجاهدین میخوان بیان جامعه بی طبقه توحیدی، من فکر نمیکنم مردم دیگه قبول کنن. آخرین سوال اینه که به نظر شما چرا مسعود رجوی میخواست نفرات را به کشتن بدهد؟ آیا این یک طرح و برنامه بود؟ مشخصه؟ بله کاملا مشخصه. چرا؟ به دو دلیل. یک، خودشون به مردم عراق
به خود عراقی نشون بده که ما خیلی مظلومیم، بدون سلاح هیچی به دستمون نیست، ما رو میزنن. دو، برای سیاستش رو میبره. خودش گفت بابا، باور کن خودش 10 بار توی نشست ها گفت، هر نشسته که بذاشه اینو میگفت، میگفت مجاهد نباید در سکون باشه. مجاهد، من الان میخوام گاز بدم، من میخوام گاز بدم، ولی به خاطر شما من دارم یواش یواش گاز میدم. خب که یکی از بچه هامونم، اونم دیگه مام دیگه مخ شسته شده است دیگه، تمام قاشق مسعود بدیم دیگه. ما همه میگفتیم آقا تو بگاز، فقط بگاز، نترس. اینم خب به حرف ما هم گوش میداد، قشنگ خیلی راحت تمام. هر از گاهی ما بایستی خون میدادیم، هر از گاهی ما باید. بعد اینا چیکار میکرد؟ نگاه چقدر شد. بعد باور کن همه این حملاتی که به ما شد، میدونی چی میگفت؟ میگفت اینا، این خانواده ها زمین ساز این حملات هست. تو رو به خدا نگاه کن. بله، به پدر و مادرهای پیر اعضای خودش میگفت اینها سپاه قدس هستن. آقای سربی من نگاه کن، به بس دو تا چهار تا ساخه، بس منطقه، بس حرف منطقی و غیر منطقی، درست و غلط. ببین من میگم آره، من آقا، من مالک بیت مشعر، آره آگاهانه اصلا نمیدونم چی انتخاب کردم، رفتم که با این رژیم من بجنگم به خاطر خلق، به خاطر مردم. باش پیش تو اومدم آقای سازمان مجاهدین، آقای رجبی، تو که مدافع خلقی، خب منم اومدم میخوام از خلق خودم به خاطر خدا و خلق من میخوام مبارزه کنم با این رژیم. احسن، دست در نکنه این سفره که برای من آماده کردی، خیلی ممنونم ازت. بس چطور شد من به خاطر این خلقی که بلند شدم اومدم، من الان باید این خلق رو با سنگ بزنم؟ چجوریه؟ چی شد؟ پس جنگم برای خدا و خلق کجا رفت؟ پس شعاره، باور کن من اونجا تنها که، باور کن من به خاطر همین که سنگ نزدم سر خانواده، شعار بر من نشست گذاشتم، ولی خب یه جور من خودم رو در بردم از این موضوع. آره دیگه، پس بنابراین نگاه کن، پس این سازمانی نیست که برای خلق و خدا داره می جنگه. اگر واقعا نگاه کن، اگر واقعا این برای خلق می جنگه، ببین خانواده می اومده باش، اصلا گیرم وزاره، اصلا گیرم باشه وزارت اطلاعات اینا رو بزاره، چطور تو بچه اون میگی بزنش؟ مادر تو بسنگ بزن. خیلی خیلی اصلا با عقل تو اصلا تحت مخادم نهز نمی کن آقا اینو. من به خاطر خلق بلند شدم دارم میشن، بعد آخرش من با خلق باید با سنگ بزنم؟ آخه چه مبارزه ایه؟ کدوم خلق، کدوم خدا؟ من آقای سوری، ما تا همچین مردا بگیر افتاده بودیم، ما یه رباطی شده بودیم که هرچی ما میگفتن ما همونو باید انجام میدهیم. آقای بیت مشعل، الان شما امروز با اینکه اومدید بیرون و شرایط جدا شده ها رو دیدید، با هم دارید زندگی میکنید، نظر شما درباره صحبتایی که اونجا میکنن داخل، که اگر رفتید بیرون معتاد میشید، گدا میشین، یکی این چیه؟ یکی صحبت شما به اونهایی که اونجا هستن چیه اگر این برنامه رو ببینن، صدا شما رو بشنون؟ بله آقای سوربی، ما موقعی که توی نشستا بودیم، برای ما نشست میذاشتن، میگفتن آقا بیرون بریم، اونجا رژیم هستش آماده است که شما بیاین بیرون شما رو شکار بکنه. این یک. دو، اگر رژیم شما رو شکار نکرد، اینجا خلاصه آدمای آلبانی هستن، اینجا نمیدن مافیایی هست و فلان میکنن بسان میکنن، معتاد میشین، آخرش هیچی، تو خیابونا پای میشین بنونی فلان، اینا کمیساریا اینجوری آخرش پشت میزنه به آدما، اینجوری فلانی، اینجوری اینجوری شد فلانی فلانی، اینجا رو به ما میگفتن. که من خودم شخصا به نفر بغل دستی میگفتم، گفتم بوجود من چی میگی تو؟ ببین من الان 40 سالم، تا میخوام برم بیرون خودم رو جمع جور کنم 45 سالم شد، تا میخوام یه نمیدونم زن بگیرم و فرام بکنم بزن میکنم میشه 5 سال، 10 سال، گفتم اون 10 سال دیگه من رمک ندارم، بابا کجا برم بیرون، خواهم اینجا میمونم دیگه. ببین من خودم اینو به بغل دستی میگفتم، اما واقعیت هم بشی
واقعیت همش اینه وقتی که من اومدم بیرون برای اولین بار توی زندگی من بو و عطر زندگی رو لمس کردم با دموم بود به بلای علی خدا قسم جبریم به قسم خوردن نیست. خب تمام حرفان به برادران به دوستانی که اونجا هستن، حیات فقط اونجا نیست، خدا فقط اونجا نیست، انسانیت فقط اونجا نیست، یعنی هرچی که اونجا دارن به شما ها میگن انسانیت، زندگی، حیات، خدای، اصلا بهشت، بهشت و جهنم و همین سازمانه. خب اینا همش دروغه. شما بیاین بیرون برای یک روز بیاین بیرون، آزاد نیم که نفر بالا سر هر کجا میری میشینی و بلا میشین، نه نه نه، خود مختار خودت آزاد، بیا از صبح تا شب بچرخ. خب ببینید هیچ چیزی وجود نداره، نه از گشنگی میمیرید، نه بی لباس میمونید. شکر خدا، خدا هست، ایرانیایی هست، کمیساریایی هست، انسانیتی هست، حقوق بشری هست، اینا همه هستن. باور کنید، بیاین بیرون زندگی رو ببینید، آزادی رو ببینید، مردم رو ببینید. تا بعد ببین من کسی هستم که من هیچ حرف هیچ کدوم من قبول نداشتم، مگر اینکه من اومدم بیرون با چشم خودم دیدم و لمس کردم. آقای خودم هستم. ببین من درست 15 سال از دست دادیم، همه کارمون از دست دادیم، همه چیزمون از دستمون رفت، سر نوشتم جمعه، ولی مهم اینه که الان دارم خودم خدای خودم هستم، خودم آقای خودم هستم. بنابراین این حرفا همش علکی دروغ فریبه و برای ترس و رو وحشت که ما اونجا مستقر بشیم. چرا میگفتن با مردم آلبانی نباید صحبت بکنید؟ به خاطر محبتی که از اونا ندینید، محبت اونا رو ندینید. الان بیاین بیرون باور کنید این مردم ایران دارن با ما رفتار میکنن، فقط به شرطی که نگی من با مجاهدین ما مطلق. توصیه من به تمام دوستان اینه که واقعا اونجا به غیر از یک غار وجود نداره. باور کنید من الان بعد از این دو سال که تازه اومدم بیرون، الان تازه دارم رو پای خودم را میرم، از این ذهنیت و پوشالایی که توی ذهن من کاشته بودن، الان اومدم بیرون دارم رو پای خودم را میرم، آزاد، در باران آزاد، در هوای آزاد، با مردم آزاد و با دوستای آزاد، که شکر خدا تا الان درسته این الان فرقه خیلی اذیت میکنه و فلا اینا، که این جنگ من که بایستم جنگ کنم مشکل نیست، می جنگم هیچ مشکل نیست، ولی آقای خودم هستم، ولی راحت. بسیار ممنونم. دیگه دوستی خوب نیستم. آقای فرمان ایرانی میگه رجوی روی خون نفراتش حیات داشت، و آقای حسن حیرانی آزاد میگن که سلام، همه اسیران در فرقه میدونن که چطور رجوی دجالانه قبل از 19 فروردین خودش پیام داد که عراقی ها مرز سرخ شلیک دارن و نفرات رو تشویق و تحریک به آن حمله احمقانه به سربازان عراقی کردند تا شلیک بشه و خون افراد بریزه. بعد هم احمد واقف وقیحانه میگفت مهم نیست، راه ما با خون باز میشه، که البته درست میگفت. مریم خانم در پاریس به خون نیاز داشت تا دستمایه بتامه سیاسی خودش کنه. و آقای فرمان ایرانی میگه در 6 و 7 مرداد که 36 کشته دادیم گفت کم دادیم. اینا همه به اصطلاح تایید صحبتای شماست. بازم از شما ممنونیم، و اگر دوستان سوالی دارن یا نظری دارن همین جوری که در حین برنامه زنده میتونن مطرح کنن، در روزهای آینده هم روی فیسبوک، روی یوتیوب، یا به وسیله روی یوتیوب کامنت ها رو نمیذاریم، نه، به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن، به وسیله تکست میتونن تماس بگیرن، تماس مستقیم با کانون آوا، تماس مستقیم با خود دوستان. و اینجا گفتم برنامه رو اینجور پایه و اساسش رو گذاشتن که خودشون تنها به قاضی نمیرن تا راضی برگردن. شماها و من هم حق داریم نظرمونو بگیم، حق داریم سوال کنیم. بازم ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه قرار هست که در قسمت دوم برنامه با آقای عبدالرحمن محمدیان باشیم.
با شما هستیم. آقای شوربی، من فقط یک نکته رو من بگم. اول ازش که من کمال تشکر از شما دارم واقعا، چون که در این صدای تک تک ما ها رو داریم به دوستان و بینندگان عزیزمون داریم میرسونیم، واقعا زحمت میکشیم، دست شما در نکنه، عجبتون با خداست. اما یه نکته شما در حرفاتون زدین، گفتین که اینا فرقه میخوان بیان بیرون تو ایران حکومت کنن. ببین اگر اینا پاشون برسه ایران، ایران تا 600 سال به عذاب، 600 سال توی غار. تمام، من از شما تشکر میکنم و اگر امری نباشه و سوالی نباشه من از شما مرخص میشم. خیلی ممنون، ما هم متشکریم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم در برنامه های آینده با شما باشیم و با خبرهایی بهتر. ضمناً شما وقتی که توصیه یا پیشنهاد خودتون رو به دوستان میکردید گفتید که به برادرانم. ما میدونیم که در سازمان مجاهدین شما خانم ها هم خواهرای خودتون خطاب میکردید و تعدادی هم از زنها و بانوان اونجا هستند. و آیا کسی از اونها هم جدا شده در آلبانی از زنها یا از خانمها؟ بله جدا شدن. خب جدا شدن و از اینجا هم رفتن، رسیدم خانواده شد. بله، از اونها هم دعوت میکنیم تا اگر صحبتی دارن مهمان برنامه کانون آوا باشن. آقا خیلی ممنون که با ما بودی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. به امید دیدار، خدا نگهدارتون. بله، آقای غلام میرزایی هم میگن که آقای سوربی تا 6 صبح میگفتن عراقی ها مرز سرخ شلیک دارن. مرز سرخ شلیک دارن یعنی نباید شلیک کنن، ولی دیدیم که این را هم اشتباه فهمیده بوده سازمان و اونها شلیک کرده بودن. دوستان عزیز، منتظر هستیم که ارتباطمون با آقای عبدالرحمن محمدیان برقرار بشه. و جالب اینجاست که سوال رو با ایشون، اولا اجازه بدید من سلام کنم خدمت ایشون، سال نو رو بهشون تبریک بگم و امیدوار باشم سالی بهتر باشه. آقا خیلی ممنون که با ما هستید و اگر شما هم میخواین به دوستان بیننده و شنونده سلام کنید و سال نو رو تبریک بگید بفرمایید، تا بعد بریم سراغ برنامه و پرسش هایی که دوستان ارسال کرد. بله، سلام دارم خدمت شما آقای سوربی و همه بینندگان عزیزتون و به هموطنان و همه بینندهاتون عید نوروز رو تبریک میگم. امیدوارم که امسال که شروع کردیم سال خوبی برای همه باشه و با موفقیت و کامیابی به پایان برسونم. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از شما. همونجوری که در به اصطلاح پوستر برنامه این هفته نوشته شده بود، قرار هست که به خاطر سالگرد اون درگیری، چون نمیشم بگی حمله، چون اونها اخطار داده بودن، وقتی اخطار دادن دیگه درگیری میشه، سوالاتی بشه. ولی یه موضوعی که در رابطه با کیس خود شما هست این هست که به اصطلاح یه مسئله حقوقی به عنوان جدا شده از تشکیلات برای شما درست شده. اگر دوست داشته باشید راجع به اون صحبت کنید که چی شد، به کجا رسید، من ممنون میشم و 3-4 تا سوال دیگه هست میپرسم. بفرمایید. بله، بعد عرض کنم خدمتتون که اولا از بنیاد این مسئله اومدن فرقه که ما هم ضمن اینها اومدیم به آلبانی، یک فسادی توش هست که یک توافقی یا تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و دولت آلبانی با نظارت یا وساطت آمریکا و کسای دیگه که در این مسئله درگیر بودن، که میگفتن ناظر هم کمیساریا بوده، که کمیساریا بعدا این انکار میکرد که گفت در جریان بوده ولی ناظر نبوده. تفاهمنامه ای نوشتن که این در دسترس عام نیست که بشه بهش استناد کرد، به این خاطر سوء استفاده هم میشه ازش و میشه تعهداتی که این سازمان و این فرقه نسبت به جدا شده ها و بقیه افراد داره هم خب انکار میکنه و نمیشه هم به متن اون، چون موافقت نامه ای که وجود نداره، یه تفاهم نامه ای بوده که استناد کرد. طبق اون چیزی که ما شنیدیم در لیبرتی که بودیم و از طرف مسعود رجایی پیغام اومده بود که و یک نشست نوشتاری وجود داشت، خودش گفتن که از قول اون میخوندن دیگه، تایپ میشد و از قولش میخوندن که یک هفته مهدی ابریشمچی که بهش میگن شریف در سازمان
با دولت آلبانی درگیر مذاکره بوده سر مسئله‌ای به نام کسانی که از این فرقه جدا میشن، که دولت آلبانی آخرش خودش گفت مسئولیتی که من پیغام دادم که شریف که بپذیره که وقتی کسی در از سازمان جدا میشه در آلبانی هم باید مخارجش به عهده این سازمان باشه و اینا پذیرفتن، خودش گفت که ما پذیرفتیم و این کارو خواهیم کرد، چون مسائلی ایجاد شده بود که ناچار شدن پای این قضیه بر و دولت آلبانی رو مطرح کرده. ولی متاسفانه بعد که اومدیم اینجا توی آلبانی، وقتی اینها مسائلشون حل شد و به اینجا رسیدن، که حتی خود اومدن به اینجا هم شاید یک فریب بود، چون خیلی از کشورهای دیگه افراد رو میپذیرفتند، چه به صورت نفرات مجزا و چه صورت به صورت دسته‌های کوچکتر، ولی این سازمان نمیپذیرفت و دیگران رو هم وادار میکرد که بگید ما نمیخوایم و شرایطی رو اعلام میکرد، چون نفرات که مستقیم در رابطه نبودن، که بگید این شرایط نمیپذیریم و نرید، که تا نهایتا آلبانی اومد. حالا توی آلبانی خب افراد به دلایل مختلف که حتما تو برنامه‌های شما بعضی توضیح دادن و بعضی هم توی فیسبوک هاشون و جای مختلف توضیح دادن که چطوری از سازمان جدا شدن، حالا دلایلشون مختلفه متفاوته. حالا که جدا شدن خود سازمان از تأمین مالی و هزینه‌ای که اینها به عهده دارن با توی این کشور زندگی کنن سرباز میزنه، قرار شد که در یه نقطه‌ای ما شکایت کردیم به ژنو و این طرف اون طرف و بعضی سازمان‌های جهانی، که قرار شد کمیساری ها تأمین مخارج و هزینه و پشتیبانی نفرات رو به عهده بگیر. متاسفانه بعد از 6 ماه و بعدم دوباره یک 6 ماه دیگه کمیساری هم هی فیل هوا میکنه و از دادن این هزینه و این پشتیبانی به نفرات خودداری میکنه و هر از گاهی میگه که ما میخواییم از این کشور بریم، ما دیگه کارمون تمومه و ما مسئولیتمون تمومه و تهدید به قطع کردن این کمک ها میکنه، که الان چند ماه هم هست دوباره درگیر این قضیه هستیم که میخواد پشتیبانی و هزینه‌ای که به نفرات پرداخت میکنه تا زندگیشون رو تأمین بکنن اینجا، حرفش اینه که ما دیگه، مثلا حرف آخرش اینه که دیگه از آوریل امسال، یعنی همین ماهی که در جاری هستیم، دیگه آخرین ماه است و دیگه هزینه ها قطع میشه و دیگه پشتیبانی وجود نداره. البته خب نفرات، یعنی بچه‌هایی که اینجا جدا شدن و هستن اینجا زندگی میکنن، خب به مراجع مختلف بین‌المللی شکایت‌هایی کردن به بعضی کنسول‌ها و بعضی جاهایی که لازمه و در جریان این قضیه هست باشن، شکایت کردن، نامه نوشتن، در حال مذاکره و گفتگو هستن که این قضیه به کجا خواهد کشید، که تا کنون جواب مشخص داده نشده، ولی کمیساری ها همچنان رو حرف خودش هست که ما میخواییم بریم از اینجا و این قضایه تا این آوریل ماه آخره و پشتیبانی قطع میشه، که این خودش میتونه توطئه‌ای باشه که دیگه از جای دیگه آب میخوره. یکیش این که مقامات آلمانی با در تبانی که با فرقه رجوی دارن دنبال اینن که نفرات از اینجا کنده بشن و به جاهای دیگه برن و تو این شهر و تو این کشور نمونن، این خاطر باید هزینه و پشتیبانیشون قطع بشه تا ناامید بشن و از اینجا برن، چرا که بودن این افراد در آلبانی و در تیرانا مخصوصا که گاهگاهی نفرات فرقه به این شهر تردد دارن برای مسائل مختلف از جمله پزشکی، با دیدن این نفرات که روی پای خودشون وایستاده و زندگی آزاد و راحتی دارن دچار لحظه میشن به قول خودشون، یعنی انگیزه پیدا میکنن که از این سازمان جدا بشن و به زندگی شخصی و آزاد خودشون رو بیارن و پس نفرات از سازمان جدا میشن. این فرقه میخواد این زمینه رو بخوش کنه و از بین ببره و نفرات رو وادار کنه که از اینجا برن. حالا تبانی دولت آلمانی هم که وقتی به دولت آلمانی مراجعه میکنیم میگه که مسئولیتی ندارم و هزینه ها به عهده مجاهدین بوده، وقتی هم با کمیساره میگیم بابا جان خب مجاهدین وقتی تامین هزینه رو قبول کردن آخه یه شرط شروطی میذارن، مثلا مال خود من رو از اول 2018 قطع کردم چون به خاطر اینکه حاضر نشدم تا بگو شرایطی که اونها میخوان و دیکته میکنن دیگه ازشون پول بگیرم، گفتم من نه این پول رو میخوام و نه تا به این شرایطی که شما میگید زندگی خواهم کرد، میخوام زندگی خودم رو داشته باشم و زندگی راحت و آزادی داشته باشم، مثلا نمیخوام دیگه وابسته و هنوز هم وصل به شما باشم، اگه کمک حق من بوده
بعد از 28 سال و نیم 29 سال که تو سازمان زحمت کشیدم، عمرمو دادم، حقمه، ولی حالا که شما مشروط میکنید به این چیزهایی که میخواستن، من نمیخوام و کمیساریو میدم. این تبانی بین چند نفر چند جناح هست که دولت آلبانی هم مقاماتش که میدونید کشور فقیریه و فساد اداری هم درش هست و مجاهدین هم که پولهای کلان دارن بهشون رشوه های کلان و با مهمونی های آنچنانی اینها رو راضی نگه میدارن و همیشه طرف اون طرف هست، طرف فرقه هستن و به نفرات فشار میارن. تا کنون دولت آلبانی که فکر میکنم در ورود بعد به ورود نفرات به آلبانی گفته بود که بعد از چند سال استاتوی پناهندگی خواهد داد، پاسپورت خواهد داد، از دادن این گونه مسائل خودداری کرده و چون فرقه دوست نداره نفراتش پاسپورت داشته باشن و اصلا دنبال این قضایی نیست، حتی این قضایی رو بلوکه میکنه، چون به معنی اینکه به دست نفرات پاسپورت برسه راحتتر از این سلیقه جدا میشن و کنده میشن و میرن دنبال زندگی خودشون. پس اونا دنبال این نیستن و میخوان اینو بخشونن. دولت آلبانی هم خب مقاماتش تابع این فرقن، ازشون رشوه میگیرن که این خط رو پیش ببرن، حاضر نیستن هیچ کمکی بکنن. البته این درگیری و این قضیه حقوقی ادامه داره، هنوز هم ما مراجعه میکنیم به جاهای مختلف. مثلا یکی از دوستامون دیگه اعتصاب قضا کرده که الان بیش از 45 روز شاید بیشتر گذشته ازش و در اوضاعش هم خوب نیست و در وضعیت وخیمی هم به سر میبره دیگه، تو بیمارستان زیر سرم و هنوز هم حاضر نشده استثابش بشکنه به خاطر اعتراض به این ناجوانمردی که در حد ما داره میشه. قضیه حقوق ما هنوز ادامه داره و قضیه تا اینجا پیش اومده و کمیساریا هنوز هم جوابش اینه که ما آوریل دیگه تمام میشه و بعد پشتیبانی تمام میشه، ولی ما هم دستبردار نیستیم، به هر جا که لازم باشه خواهیم رفت و شکایت ها اونو ادامه خواهیم داد. بله، بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادین. دوستان به شما سلام میکنن، آقای پرویز حنا، آقای رزاقی، و بهترین ها رو در سال نو برای شما آرزو میکنن. ضمناً آقای حسن حیرانی آزاد گفتن اخیراً یک بحث جدید در فرقه تحت عنوان اینکه یک بریده در تیرانا بدتر از 10 پاسدار و بر اساس همین فرقه شروع کرده با صرف هزینه برای بریده مزدورهای خودش و ماکسیموم فشار بر ما از طریق مختلف میخواد که همه تیرانا را ترک کنن تا زندان سازی خودش را تکمیل کنه و اشرف اینجا رو به سطح سرکوب اشرف عراق در زمان صدام حسین برسونه. آقای محمد عظیم میشمست هم نوشتن که با سلام به شما و مهمانان برنامه، قبل از هر چیز تمامی درگیری ها و کشتار ها در اشرف قابل اجتناب و قابل پیشگیری بود، اما شخص رجبی اعتقاد داشت که فقط با خون بنبست ها شکسته می شود. اصرار به کشتن دادن افراد برای ورود کلاهابی های سازمان ملل به صحنه داشت. این در شرایطی بود که خودش و مریم رجبی مدت ها قبل ذلیلانه برای جان به در بردن فرار را برقرار ترجیح داده بودند. اجازه بدین نوشته آقای میرزایی را بخونم بعد بیان خدمت شما. نوشتن که سلام به شما آقای سربی و مهمان برنامه شما آقای رحمان محمدیان. در مصاحبه با کمیساریا در لیبرتی که شماره آن هم است گفته شده بود که همه کشورهای غرب را انتخاب کردند، ولی یک مرتبه از آلبانی سر در آوردیم. خب شما نظرتون درباره گفته های این دوستان بفرمایید. بله، حرفاشون دقیقه، چون همه این عزیزانی که اسم بردین خودشون شاهدان قضیه و سالها اونجا بودن و کسانی نیستن که از دور حرف بزنن و حرفاشون دقیقه، چه بسا شنیدن بحث های مختلف اونجا مطرح می شده و در جریان هستن. دقیقا حرفشون درسته. آقای حیرانی که میگن بله درسته، الان این گفتم، من اشاره کردم که این فرقه دوست نداره که جدا شده ها در آلبانی و مثلا در تیرانا باشن، برای اینکه خب انگیزه ایجاد میکنه در نفراتی که در داخل فرقه هستن که میشه زندگی راحت و بدون درد سر داشت و از این فرقه جدا شد.
این میخواد این قضیه رو و از ریشه بکنه که این انگیزه رو از نفرات بگیره و بتونه نفرات رو نگه داره و تحت کنترل خودش داشته باشه. الان بحثی هست که تازگی ها بله ما هم شنیدیم که تعدادی هستن که وصلن به این سازمان، هنوز اینا رو میشه گفت بریده چون هنوز هم وصلن به این سازمان ولی توی مناسباتش نیستن، با جدا شده فرق میکنن که هنوز وصلن به این سازمان، میخواد اینها رو با خرج مخارج صرف مخارج زیادی از اینجا بکنه و ببره. بهشون هم گفته بیاید کمک بگیرید و از اینجا برید، چون میخواد نفرات از اینجا برن، دلیلش هم همینه. سر قضیه‌ای که آقای میرزایی گفتن، بله درسته، ما بارها شنیدیم، اشاره‌ای هم من کردم که بعضی کشورهای اروپایی به صورت انفرادی یا گروه‌های کوچکتر حاضر به پذیرش خیلی از نفرات بودن و بحثش هم می‌شد که بعضی کشورها آمادگی پذیرش یک تعداد نفرات در دسته‌های 50-100 نفره رو دارن و اینها تقسیم بشن بین کشورهای اروپایی، ولی خب فرقه اینو نمی‌خواست، فرقه می‌خواست نفرات از دستش در نرن، بتونه اینها رو کنترل شده یه جایی ببره که بتونه همین زندانسازی که الان در اشرف اینجا کرده همه رو در کنترل خودش داشته باشه و نفرات به قول خودش پراکنده نشن، بتونه انرژی متمرکز داشته باشه. خب این بحث ها بود که ما بارها شاهد بودیم که نفراتی میمانن اعلام میشد که فلان کشور مثلا 10 نفر رو پذیرفته، ولی این 10 نفر رو طوری کاری میکردن که این 10 نفر خودشون برن دیگه ما نمیخوایم و به این کشور نمیریم، تا بحث آلبانی پیش اومد که بحثی بود که اون بلنگوهای داخل منو این سازمان میمدن میگفتن که نبوغ رجوی، نبوغ رهبری، ببینید کشف کرده، آلبانی رو کشف کرده برای حفظ مناسبات و سازمان، برای حفظ ادامه مبارزه، یک کشف بزرگه که انگار مثلا آلبانی وجود نداشته، ایشون اینا رو اینجا رو کشف کرده. ولی خب راست هم میگن، اینجوری در آورده بود که در آلبانی میتونه تسلط خودش رو بر نفرات ادامه بده، ولی در جاهای دیگه که دنیای آزادتری هست، کشورهای هستن که انقدر محتاج نیستن، فساد اداری ندارن، خب اونجا ممکن داشت این کار رو نتونه بکنه، که با وساطت و پادرمیانی بعضی اطراف مثل آمریکا و افراد مشخص دیگه این کشور رو انتخاب کردن و این شرایط رو چیدن که الان همین روز ادامه داره و نفرات رو در تحت انقیاد و اسارت خودشون دارن. بسیار ممنونم از شما. برگردیم به ببخشید اگه میخواین صحبت کنید بفرمایید، من فکر کردم تموم شد. خواهش میکنم، در سر موضوع آقای میشمس که گفتن درست میگن که ما بارها شنیدیم، یعنی کسی نیست که توی فرقه بوده این سالهای اخیر که و نشنیده باشه از این حرف ها. من در یکی از مسابقه کوتاهی قبلا داشتم با یه قسمت دیگه ای گفتم که بحثی در سازمان اصلا مطرح شده بود سر کلاه آبی، می گفتن که خودشون این بحث رو آورده بودن، بارها هم راجع بهش بحث شده بود که کلاه آبی های سازمان ملل در نقطه ای از جهان که در دو طرف متخاصم به درگیری کشیده میشن، مسائلشون به درگیری کشیده میشه و تعداد کشته ها از مرز معینی عبور میکنه، مثلا میگفتن که از 600 که بگذره از 700 برسه نزدیک 1000، حالا تعداد کمتر یا حدی از حدی بگذره، به طور اتوماتیک قانونی در سازمان ملل فعال میشه که کلاه آبی های سازمان ملل بین این دو طرف متخاصم حائل میشن و اونجا رو حفظ میکنن و درگیری رو پایان میدن. رجوی بارها این بحث رو کرده بود، خود مریم قجر و رجوی خودشون بارها خواستار ورود کلاه آبی ها، مثلا اگه شما سخنرانی های ایشون رو نگاه کرده باشید میبینید که در خیلی از سخنرانی هاش خواهان ورود کلاه آبی ها اونجا بود. درگیری هایی که از جمله 19 فروردین هم خودش یکی از اونهایی بود که زمینش یکی از زمیناش همین بحث بود که اینها با بکشتن دادن نفرات میخواستن کلاه آبی ها رو ببرن، چون عراق مائده ای بود برای اینها، میخواستن در اونجا بمونن و تبلیغ این که ما در کنار مرزها حیات خودشون رو ادامه بدن و نفرات، ولی براشون مهم نبود بکشتن بدن، میخواستن در عراق بمونن چون جای دیگه فکر میکردن جاشون نیست و نمیتونن، پس میخواستن چون تو عراق بمونن دنبال این درگیری و این خونریزی و بکشتن دادن نفرات بودن تا کلاه آبی ها بیان. میگفتن وقتی که کلاه آبی اومد بین دو طرف متخاصم حائل شد،
اونجا دیگه دو طرف تثبیت میشن. به سالهای از لبنان میزدن که اون درگیری های سالهای قبل لبنان که بعضی نیروها با هم درگیر و وقت کلاب اومد، بالاخره اون نیرو حتی نیروی بومی هم که نبود، غریبه بود، اونجا میتونست اونجا بمونه و کلابی خب دیگه از درگیری جلوگیری میکرد و نیرو میموند اونجا و برای خودش یک ساز و برگ ایجاد میکرد. بله پرس. بسیار ممنونم. برگردیم به بحث اصلی که موضوع این برنامه است و رابطه همین با کشتاری که شما الان صحبت کردین، کشتار 19 فروردین 1390 در پادگان اشرف واقع در عراق. مقداری لطف کنید توضیح بدید که شما در کدام موضع مستقر بودید و چه دیدید. بله خدمتتون عرض کنم که ما اون مدت از چند روز قبل از این درگیری در یه نقطه‌ای به نام مصطفی، این محلی بود کنار درب اصلی، یعنی همون درب اصلی قرارگاه اشرف که بعد از 6 مرداد محلی بود که یک سری ساختمان‌ها بود به اسم، اسمشو گذاشته بودن مصطفی به اسم یکی از افراد قدیمی سازمان. در اونجا یعنی کنار درب اصلی مستقر بودیم و اونجا رو مثلا حفظ جناح ضلع غربی قرارگاه اشرف با ما و قسمت ما بود که ما هم یکی از نیروهای اونجا بودیم و اونجا آماده شب و نگهبانی میدادیم، پست میدادیم و هوشیار بودیم که مثلا از سیاج های اونجا سیمواردارا نفوذی صورت نگیره و از این کارها میکردیم. ما اونجا مستقر بودیم و از چند روز قبل هم خب بوی درگیری میومد به دلیل اینکه خب ما میدیدیم جا به جای نیروهای عراقی و تحرکاتی که خود سازمان با نیروهاش و با ماها انجام میداد. و یک سری اگه شما به نقشه اشرف نگاه کنید یا اونایی که تو اشرف نمیدونن که خیابون صد که همون درب اصلی از توش میگذره، از خیابون یعنی جاده کرکوک بغداد شروع میشه، میاد از درب اصلی قرارگاه اشرف وارد میشه و خود قرارگاه اشرف رو به دو نیمه غیر مساوی تقسیم میکنه که قسمت شمالی خیابون صد تأسیسات مشخصی تا سالهای سال نداشت، سری متروکه بود، زمین‌های بایر بود که بعداً که آمریکایی‌ها عراق گرفتن اونجا یه تیپی رو مستقر کردن و یک سری تأسیسات ساختن که اون تیپشون بتونه اونجا زندگی کنه. بعد از ترک که نیروهای آمریکا کاشنیرو ایجاد کردن در عراق، به نیروهای عراقی که حفاظت اشرف رو بوده داشتن قرار بود سپرده بشه و نیروهای عراقی اونجا یه گردان داشتن، فکر می‌کنم یه گردان یا بیشتر، ولی نیرو داشتن اونجا مستعین داده بود به اونها. مدتی بود که مجاهدین یعنی فرقه و نفراتش، حتی ما که اونجا بودیم خب با دستورات مشخص از بالا از ورود نفرات، چون نفرات عراقی وقتی میخواستن به این مقر خودشون برن باید از در اصلی میمادن تو میرفتن، یه خیابون کناری بود از کنار سیاج زلغر میرفتن خب تو مقرشون کنن، مقری که خب مال اونا بود، ولی مدتی بود این رو جلوگیری میکردن، با نیروهای عراقی درگیر میشدن. نیرو عراقی هم که اونجا مستقر بودن خب اون زل رو مال خودشون میدونستن اون قسمت، چون اونجا تأسیسات مشخصی هم نبود تا جایی که میدونن، و یکی دو تا تأسیسات خیلی جزئی اونجا بود که قبلا فعال نبود ولی الان با ورود عراقی ها و امریکایی ها فعال شده بود، پستی گذاشته بودن، یعنی یک زمین بایره به درد نخور بود ولی خب جزی از قرارگاه اشرف بود. عراق قبلا بعد از 6 مرداد شاید بچه های دیگه توضیح داده باشن که ابلاغ کرده بود و از فرقه خواسته بود که این زمین های شمالی رو بده، حالا دلایل حقوقی و هرچی داشت میگفت که زمین های مال کشاورزا بوده و به زور تصرف شده، حالا دوره صدام به زور تصرف شده و داده شده به شما که این زمین ها رو ما میخواییم، چون واقعا هم به درد نخور بودن، برای همین بچه ها میگن این درگیری اجتناب پذیر بود و میشد جلوگیری بشه از این درگیری و این کشتار و این خونریزی، چون چیز به درد بخوری هم اونجا نبود. من خودم بچه هایی که با هم در یک قسمت بودیم شاهدن که ما مدتی قبل از 19 فروردین وقتی در اون ضلع شمالی گشت میدادیم با نیروی عراقی، یعنی گشت عراقی در برخورد کردیم که مثلا با دو تا از افسراشون درگیر شدیم که اونجا یک کتککاری صورت گرفتن نیروی عراقی، من و یکی از دوستانمون رو مقداریم کتک زدن، چون میگفتن که شما آخه این زل اول اینکه هیچ نیروی تاسیساتی توش نده، دوم هم اینکه میایید با ماشیناتون از کنار قرارگاه ما عبور میکنید، ما اجازه نداریم از کنار شما رد بشیم، شما چرا میاد از
مثلا گیرا من تا جایی که یادم میاد شاید ما اشتباه کرده باشیم، میخواستیم ماشین رو که سر ته کنیم رفته بودیم نزدیک این محل کیوسک نگهبانی، اینا رو سر ته کرده بودیم و اینا احساس کرده بودن که ما دیدبانی میدیم داخل قرارگاهشون، شاید هم حق داشتن، که یعنی یک سری چیزهای زمینه های قبلی داشت، ولی خب همین که بچه میان قابل اجتناب بود. من خودم اون شب درگیری از قبل که بودیم اونجا در اون قسمتی که گفتم اسمش مستوفی بود و کنار درب اصلی قرارگاه اشرف بود، قرارگاه ما به اسم میگفتیم قرارگاه که چند تا دسته یا یگان هستش، اونجا مستقر بودیم و ذیل غرب رو نگهبانی میدادیم و پست داشتیم اونجا. بله خیلی ممنون. اجازه بدید که این سوال دیگه‌ای که از شما شده اینجاست. شما که در صحنه درگیری بودید با چه چیزهایی از جانب عراقی ها مواجه شدید؟ کلن دو روز درگیری بود اونجا؟ شبی که درگیری شروع شد ما در ذیل غرب بودیم، چون درگیری از ذیل غرب شروع نشد، ذیل غرب ما بودیم، درگیری از ذیل شرق و ذیل شمال شروع شد. ما البته اون شب که اونجا بودیم آماده باش خورده بودیم، همه هوشیار بودن، همه بیدار بودن، هیچ کی حق استراحت نداشت و همه نفرات اگه مثلا تو هر منطقه نظامی نگهبان میذارن بقیه استراحت میشینن، ما حتی سرپا هیچ کی حق نداشت، همه مون در حال گشت و اون که میگفتن هر آن امکان داره از این ذیل هم نفوذ صورت بگیره. یعنی آماده باش بودیم. برای آماده باش کامل خورده بود و همه در آماده باش بودن، همه تجهیزاتی به قول خودمون که داشتیم، مثلا یه چوب دستی داشتیم و یک سپر مثلا چوبی درست کرده بودیم، از این چیزها رو همه چیز آماده، به قول من فلاخونها و تیرکمونها هم آماده بود که مثلا درگیری جنگ آماده درگیری بودیم. یعنی درگیری اصلا انگار از قبل طراحی شده بود و خب نیروی عراقی که ابلاغ کرده بودن، زمان داده بودن و گفته بودن روز قبلش، برای میگن دو روز درگیری، نه روز قبلش یه سری نیروهای عراقی اومده بودن برای همین شروع این کار در ضلع شمالی قرارگاه اشرف مستقر شده بودن، نیرو چیده بودن و آماده بودن که اون حرف خودشون رو به کرسی بشونن، حرفی رو که خواسته بودن، گفته بودن اگه شما اینو بدی تا خیابون صدر رو میخواییم ما دیگه. خب مقصد درگیری موضوعیت پیدا نمیکرد، ولی خب چون فرقه نمیداد و میگفت تا آخرین نفر تا آخرین نفر از این حرفا میزد، خب اونا هم آماده بودن، به هر حال هر دو طرف داره اینجوری آماده بشن. ما آماده بودیم، دمدمای صبح از ضلع شمال صدای تیر اومد که درگیری شروع شد دیگه، به ما هم آماده باشه بیشتر دادن، گفتن آماده باشید که اعزام بشید به محل درگیری و برای کمک به بقیه. این ادامه داشت که خبر می آوردن فلانی کشته شد، فلانی زخمی شد، هی می آوردن خبرها رو داغ داغ می دادن، بچه ها رو تحریک می کردن و آماده می کردن که وارد درگیری بشن. دمدمای صبح بود که دیگه درگیری شده بود، یعنی مثلا سحر دیگه شاید 45 دقیقه یک ساعت طول کشید که دیگه همه ما رو سوار کردن، ما رو آوردن به نقطه ای از خیابون سرد که یک میدونی بود به نام میدون لاله یا محلی بود که نیروگاه برقی یا همون جنراتورهای اشرف اونجا بودن، بهش میگفتن احرار، اونجا مستقر شدیم. بعد دیدیم که قبل از ما هم نیروهای دیگه هم رسیدن، خط بستن، به قول خودشون نیرو چیدن، دیدبان گذاشتن که درگیری ها که از دل شمال شروع شده بود و داشت میومد میومدن نیروهای عراقی رو به داخل، خطشون به قول معروف درو شکونده بودن، چون نیرو نفرات وایساده بودن جلوشون، اینا هم داشتن میومدن با شلیک هوایی و همه هم میومدن دیگه. ما اونجا مثلا خط چیده بودیم که دیگه از اونجا من شاهد قضایا رو در رو و دیگه خودم توی صحنه بودم، چه چیزهایی دیدم که خدمتون عرض خواهم کرد اگه سوال دیگه نباشه. خیلی ممنون. اجازه بدین دوستان چون اینجا نوشتن برای من شما بخونم. اولا آقای فرهاد زمانیان از ایران تماس گرفتن. سلام به سربی عزیز و مهمان گرامی. من مایلم چون آقای زمانیان در ایران هستن از فامیل از دوستانشون سوال کنن نظر اونها رو راجع به مجاهدین، چون نظر خودشون رو میدونم از کارتونایی که میکشن، کاریکاتورایی که میکشن میدونم، ولی اگه یه سوالی کنید از اونایی که تو ایران هستن چی فکر میکنن درباره این سازمان که به قول آقای محمدیان الان میگه به ما گفتن آماده باش با چوب و
با چوب و سپر، اصلا آدم خندش میگیره که اون ور ارتش عراق تو قرن 20 و 21 با تانک و زرهی و نفربر و مسلح، اون وقت این بر این بنده خداها رو انقدر بهشون دروغ گفته بودن که اینا با چوب و شمشیر رو نمیدونم چی میگن سپر حاضر بودن جلو اون نیرو بایزن. آقای میشنمز میگن که آقای صبحی عزیز، ضمن تایید نکات آقای رحمان محمدی، تنها طرفی که مانع ورود خانواده های ما به آلبانی هست همین فرقه رجوی است. مهدی ابریشمچی در نشست درونی فرقه رسما اعلام کرد که ما به هیچ قیمت نخواهیم گذاشت که پای حتی یک خانواده به آلبانی برسد، و دیدیم که چه حرکت زشتی با خانواده آقای مصطفی محمدی و همسرش انجام داد. ضمناً ایشون نوشته که در حال حاضر نوک تیز حمله و هجوم و مبارزه فرقه علیه جدا شده هاست، اصلا رژیم را فراموش کردند، گویا دشمن اصلی ما هستیم. بفرمایید آقای محمدی. بله بله، منم شنیدم و اینو گفته بودن که نمیذارن خانواده ها به آلبانی برسه و با مقامات آلبانی خوب با تبانی و رشوه و اون کارهایی که با هم بلدن میکنن کردن و مقامات رو طوری قانع کردن به قول خودشون که ورود خانواده ایرانی به اینجا چه ضررهایی براشون داره. آلبانی هم خب از ورود خانواده های ما برای دیدار خب جلوگیری میکنه و تا حالا هم کرده، حالا در آینده چه خواهد شد. این واقعیت داره، چون اونها همیشه در طول مدت‌های که ما توی سازمان بودیم بارها در راجع به خانواده‌ها، چه اون دورانی که تو اشرف چه لیبرتی، خانواده‌ها برای بازدید می‌اومدن، برای دیدن می‌اومدن، ولی محروم بودن و خیلی وقتا هم به افراد گفته نمی‌شد که هر خانواده تو جز این افراده، و اون نفر رو مثلا یه جوری میبردن جای دیگه که نبینه حتی خودش. مثلا خب میگفتن خانواده، اصلا هر شعارشون میگفت خانواده ضد مبارزه از خانواده دشمنه، خانواده توهین میکردن به خانواده، خانواده معذرت میخوام میگفتن خانواده الدنگ، و مثلا رجایی میگفت شما ربطی نداره، خانواده همون مال منن، اگه بدن اگه خوبن هیچ ربطی به شما نداره، من نمیخوام دیدار کنید و به قول معروف شما رو فاسد خواهد کرد و از مبارزه میبرونه و هم مسائل مختلف هست. زده خانواده که هستن اینا که مسائلشون که آشکاره و همه میدونن، اما اینجا هم خب اینجا با این تبانی که با دولت کردن بله جلوگیری میکنن و تا حالا هم تونستن جلوشو بگیرن، و خب دولت آلبانی هم خب با رشوه های کلان و پولای کلانی که از اون میگیره تابع حرفای این واسا با اینها تا حالا خوب کنار اومده در این رابطه، برای حرفشون درست است. اما راجب 19 فروردین اگه سوال دیگه ندارید من ادامه بدم. لطف کنید ادامه بدید. بله، ما وقتی رسیدیم اونجا دیگه نیروهای عراقی به یه قسمتی رسیده بودن که ما با چشممون میدیدیم دیگه، هوا داشت روشن میشد، ما با چشممون هنوز چراغاشون روشن بود چون هنوز کامل روشن نشده، ولی بالاخره دیگه میشه نیرو عراقی داشتن پیشروی میکردن، مثلا یه تعدادی رو هم تو مسیر خودشون حالا زده بودن، زخمی کرده بودن، خب بهشون جلو میمدن چون نفرات میرفتن جلوشون و میسن، بعضی خودشون زیر ماشین مینداختن، زیر ماشین های عراقی ها مینداختن. عراقی ها از درگیری اجتناب میکردن مستقیم، ولی خب به هر حال ماموریت داشتن، نیروی نظامی ماموریت اخیرا رو خب پیش میره، ما میدیدیم که دارن میان و پشت احرار دیگه دوباره چیدن و نفرات به قول معروف فرماندهان صحنه رو خودشون گفته بودن این خط رو باید هر جور شده جلوش گرفت. نیروی عراقی وقتی وارد قسمت میدون تیر اشرف شدن، یه جایی از پشت بهش میگفتن پشت مرده شوخونه، یا همون جایی که بعدن بعضی هم میگفتن اونجا زندان مجاهدین، هم اونجاست، یه ساختمانی بود من خودم توش نرفتم ولی دیدمش، میگفتن این زندان مجاهدینه، از پشت اون که در اومدن دیگه داشتن میومدن به خط میشدن، ما رو که دیدن که انبوه این نیروی کنار خیابون صدر و لای درخت ها و جلوتر رفتیم وایستادن، خب اونا هم داره حالت نظامی گرفتن، ولی نه قبلش داشتن ستونی میومدن میومدن جلو، حالا درگیری در جاهای مختلف بود، اون جای صحنه‌ای که من میدیدم اینجوری بود، به خط شدن و اومدن دیگه یه نقطه‌ای وایستادن، یه نقطه‌ای وایستادن، بعد اومدن اخطار کردن با بلندگو، یه سری حرفا زدن، بعضی نفراتشون با هم یک سری اشارات کردن و اون نیروهای نظامی که گفتن خیابون رو خلوت کنید، از خیابون برید بیرون، اخطار میکردن که خیابون صدر رو خلوت کنید نایستید.
ولی خب فرماندهان از این ور میگفتن بیستید و بایستی درگیری ادامه داد و باید تا آخرین لحظه، تا آخرین نقطه قطره خون باید جلو اینو وایساد. به قول یعنی تهیش میکردن نفرات رو که نباید این مرد سرخ ماست، خون ماست، نمیدونم شرف ماست، که نباید اینا برسن، هر جور شده باید ازشون کشته بگیریم و جلوشون بیستیم. حالا خب نفرات مجبور بودن، چاره ای نداشتن. شاید توی تاریخ شما خونده باشید، حتما خوندید که این مشاشعیان یا قرمتیان وقتی می رفتن به جنگ خلیفه اون زمان، فرمانده هاشون بهشون می گفتن چون ما نیروی برحق هستیم، با چوب خالی می رفتن به جنگ شمشیر و اسب، و زمان که اسب مثلا زره پوش بود و فلان اینا، حالا می رفتن به جنگ می گفتن چون ما نیروی برحق هستیم، خدا طرف ماست، ما غیبیم و نمی بینن، ما دشمن رو از پای در خواهیم. بعد می رفتن انبوه کشته می دادن و همشون لطپار می شدن، ولی از بالا بهش میجوی تلقیم. اینجا انگارم تو اشرف همین تلقیم شده بود، به نفرات میگفتن که ما برحقیم، باید با خونمون پل بسازیم به سمت ایران، به قول معروف راه رو برای رفتن به ایران و آزادی ایران و دموکراسی در ایران باز کنیم، ما خونمون در این راه باید رفت ریخته بشه و اصلا خون ما برای همین کار ارزشش همینه، ما نیروهای رجوی هستیم، ما فدایی رجوی هستیم. اینجوری تبلیغات که نفرات می ایستادن و جونشون رو اینجوری نثار میکردن خالصانه. اما خب ما اگر هم به ذهنمون لحظاتی شک میکردیم که بابا رجوی داره از خون دیگران سوء استفاده میکنه برای بقای خودش، برای کارهای خودش و خط خودش، خب اون لحظه دیگه لحظه درگیری، آدم به این فکرها نیست دیگه، باید توی صحنه آدم خودشو دیگه تعیین تکلیف کنه. خب مردم چاره ای نداشتن، این نفرات، من جلوی چشم خودم در خیلی ها دیدم کشته شدن، تیر خوردن. عراقی ها تلاش میکردن که از کمر به پایین بزنن. خب خانخا در این گذری که وجود داشت و درگیری که وجود داشت، یک سری افراد هم به جایی حساستری میخورد که بعضیشون در صحنه کشته میشدن و بعضیشون هم بعدن تو بیمارستان. ولی خب من فکر میکنم و بعدن از شواهد پیدا بود، از گفته های رجوی پیدا بود، از حرفای قبلیش و از حرفای بعدیش، وقتی میگم رجوی دنبال این بود که کشته های فراوان بگیره، از این قضیه کشته های زیادی داده بشه تا همون قضیه کلاغابی و کار اوتوماتیک را افتادن اون قانون سازمان ملل و ورود نیروهای کلاغابی به منطقه و که بتونه در اینجا بمونه. دنبال این بود کشته زیاد بده، این خاطر نفرات رو تهیج میکردن که برن جلو. و خب درگیری دیگه بعد از نیم ساعت که اخطارها شد و میگفتن برید و نفرات نمیرفتن و یه سری شلیک‌های هوایی انجام شد و بعدم درگیری، و بعد یک دفعه یه سری فرماندهان که از صحنه غیب شدن، یه دفعه دیدیم هیچی نیست، تک و توکی موندن یا شاید تک و توکی گذاشتن، بقیه در رفتن، بعضی خودشون در رفتن از ترسشون، بعضیشون هم شاید به فرمان در رفته بودن. صحنه مونده بود و یه سری افراد آشفته بازاری بود که معلوم نبود چه باید کرد. خب بعد از یه سری درگیری های منفرد، به قول معروف تیراندازی های کوتاه و منفردی که این طرف اون طرف میشد، به خاطر مثلا بعضی نفرات میخواستن خودشیرینی کنن، میپریدن این ور اونور جلوتر میرفتن، اینا بهشون تیری مینداختن هوایی، بعضی افراد زمینی. یک دفعه یک آدمی که فرمان حمله رو داد اونجا، من خودم تو اون صحنه بودم، که انبوهی نفرات با دست خالی، یک چوب دستی، من با یک نفر از بچه ها که اونجا کشته شد، خدا رحمتش کنه، بچه خوبی بود، محمد چیز، الان اسمش سری در ذهنم پرشد، با هم کنار همدیگه داشتیم میرفتیم، یک دفعه تیر خورد افتاد، من در لحظه فکرم زمین خورد، خواستم دستشو بگیرم دیدم خون جاریست به زمین. بعد میگفت ادامه بدید، یعنی مثلا از پشت فرمون میمد ادامه بدید، ادامه بدید، ادامه دادیم دیگه. همجوری نفر بود که رو زمین میافتاد، همشون هم خب از پا میخوردن، کسی مثلا حالا دیگه به طور اتفاقی هم بعضی افراد میاد. اولین زخمی ها بعضی ها که مثلا دیگه صحنه رو خیلی جدی دیدن نه شعار نیست، با تیر میاد، تیرم پلاستیکی نیست، تیر واقعی میاد، نفرات مثل برگ خزان رو زمین میریزن. خب بعضی ها که دیگه صحنه براشون طاقت فرسا بود، خیلی هاشون اصلا بیشتر هم فرمانده ها، اولین زخمی رو برمی داشتن روی بیمارستان الفرار،
که من خودم شاهد این قضیه بودم که یکی از فرمانده های من مثلا بعد از اینکه درگیری تمام شد، یعنی دیگه خیابون صد تصرف شد، نیروی عراق اونجا خط بستن، گفتن دیگه ما جلوتر نمیریم و نیروهای ما هم دیگه نشسته بودیم، دیگه حتی گروه گروه با نیروهای عراقی وارد بحث شده بودیم که آقا این چی کار میکردید شما فلان، مثلا ما سوال میکنیم، اونا هم توضیح میدادن آقا قرار نبود اینجوری بشه، شما نخواستید، شما نرفتید، ماموریت داشتیم، ما نظامیم به ما قبلا به سازمان شما ابلاغ شده که این قسمت رو دولت عراق میخواد، این قسمت هم به درد شما نمیخوره و نکردید و خب دیگه این چاره جز این درگیری اجتناب ناپذیر بود وقتی شما نخواستید، ولی وگرنه قبل از اون شما میتونستید جلوی درگیری وارد بحث شده بودیم. تازه فرمانده من بعد از یکی دو ساعت اومده بود میگفت ای شما کجایی، چقدر دنبالتون میگشتم. من خب دیگه خود خجالت کشیدم بهش میگم خب اون زمان که تو در رفتی ما تو صحنه بودیم، در رفته بود بعد که درگیری تموم شد، یعنی خیلی از فرمانده اینجوری صحنه رو ترک کردن. همین ها بعدن بعد از اینکه دیگه درگیری اون روز تمام شد و دیگه خیابون صد دیگه مرزی بسته شد بین نیروهای عراقی و اولمرد اشرف، قسمتی از اشرف رو گرفته بودن و دیگه خاکریز زده بودن اونجا، مستقر بودن، کاری هم به کار کسی دیگه نداشتن، این صد که تصرف شد دیگه هیچ نیروی عراقی پاش جلوتر هم نداشت و کاری هم نداشتن. که خب میگم چند روز بعد حالا تو این نشست‌های مختلف همین هایی که همه از صحنه در رفته بودن شده بودن و بلای جون مامایی که تو صحنه بودیم، نمیدونم شما یک فیلم رو از این فیلم هایی که اونجا اون زفرمندی رو نشون میده اگه نگاه کنید، من خودم بارها دیدمش، خیلی با حسرت دیدم اونجا که ما حمله کردیم همینجوری بیمهابا میرفتیم به سمت عراقی ها، عراقی هم حالا یاد دفاع از خودشون که نریم سلاحشون رو بگیریم، شلیک میکردن بیشتر با خیلی از بچه ها افتادن، دیگه تو یه جایی بود که دیگه فقط دو نفر سه نفر مونده بودن، تعدادی که هم زخمی بودن یا مونده بودن عقبتر بودن، یک خانمی که فرمانده قسمت خانم ها بوده همین خواهران به قول معروف به نام پریچر، اونجا دیگه یه نقطه دیگه یه جایی بود زمین شخمی بود کشاورزی بود، دیگه یه جایی تموم میشد، عراقی ها بعد از اون بودن، پایان اون شخمه خانمه دو زانو نشسته بود گریه میکرد میزد تو سر خودش، بعد من رفتم بالا سرش، یعنی اگه شما اون فیلم ببینید هیچ کس در صحنه نیست، فقط یک نفر مرده که من بودم، یکی همین خانمه، من رفتم برش دارم چون عراقی‌ها دیگه دیدن خب این خانمه نمیره، هی گریه میکنه میزنه تو سر خودش از ترس اینکه بعد جواب رجوی رو مثلا چی بده، شاید به هدفش نرسیده، نمیدونم چه من رفتم میشم خانم بلند شو کشته میشی، عراقی‌ها دیگه چلیک نمی‌کردن، با سنگ میش پرتاب می‌کردن که اینو از اینجا بکنن، اونا رفتم گفتم خب بلند شد نمیومد، بهش یه دو خانم دیگه اومد بهش گفتم ببین به این بگو اگه این نره منم میمونم، بعد دوتا اون کشته میشن، دوست داری من کشته بشم، که دیگه راضی شد برگشت. صحنه‌های خیلی عجیبی تو اونجا وجود داره و ما دیدیم که افراد مثل برگ میافتادن رو زمین، ولی خب فرمانده اون هم که خرام فرار کرده بودن از خودشون جونشون رو به در برده بودن، نفرات بنده خداها ناچار در این صحنه گیر کرده بودن، ولی بعد ما فهمیدیم که بابا جان اصلا این صحنه لازم نبود، میشد جلوی این صحنه رو گرفت، این زمین هایی که خب تا آمریکایی‌ها بودن. من یک پرانتزی باز کنم، یک گریزی بزنم به این نقطه، تا وقتی آمریکایی‌ها در اشرف بودن تو هر مقری میتونستن بیان، اصلا ممنوعیتی وجود نداشت، نیروی قول معروف آمریکایی‌ها بودن، حالا مملکت که مال آمریکا نبود، مال عراقی‌ها بود، هر مقره هم میومدن اصلا جرئت نمی‌کردیم بریم جلوشون بگیم. من خودم یادم میاد، حالا اسم نفرات رو میبرم اگه لازم شد بعدم میگم، به عنوان مترجم یک گشت آمریکایی اومده بود تو مقری که ما بودیم، دیگه اومده بود لای آسایشگاهمون داشت میچرخید، من گفتم بیا بریم ببینم این چی میخواد، همین که من بهش گفتم تو چی میخوای اینجا، خیلی بهش برخورد، دست به کل شد که ناراحت شد آمریکایی، بعد بهش به من گفتن بهش بگو که نه ما منظورمون نیست چرا اومدی اینجا، اشکال نداره اومدی، میگیم که دنبال چی میگردی، اگه کمک لازم داری تا بهت نشون بدیم، یعنی اینجوری با آمریکا بودن، ولی عراقی رو وارد قرارگاه اشرف نمیخواستن بدن، در صورتی که مملکت مال عراق بود، دولت عراق باید به هر حال ما رو تعیین تکلیف میکرد، در اون نامه‌ای که جنرال برادنبرگ نمیدونم اینجور چیزی یه جنرالی بود آمریکایی که نامه‌ای که داده بود که به اشرفیا که شما نفرات حفاظت شده هستید، یک بندی در آخر این نامه وجود داشت، رجوی و سرانش خیلی به این نامه میناختن که آمریکا بالاخره ما رو به رسمیت شناخته، بهمون استاتوی نفرات حفاظت شده داده، آخر این بند یک پاراگرافی داشت که
میگفت اینو تو نشست ها نمیگفتن. من حتی یه دفعه اینو گفتم تو نشست، من گفتن چرا اینو میگی، بچه ها نمیدونن، بی خودی ذهنشون رو خراب میکنی. من حتی قصد چیز نداشتم ولی خواستم بچه ها دیگه هی میگفتن چرا اینجوریه. بندی وجود داشت، یه پاراگرافی نوشته بود در نهایت، یعنی آمریکا که این استاتو رو داده بود و تو اشرف اونجوری دست باز داشت و خب همیشه مهمون بودن و براشون چه مهمونی‌های ترتیب میدادن برای آمریکایی یا مجاهدین انجام میدادن، بندی وجود داشت که نوشته بود در نهایت دولت قانونی و رسمی عراق باید شما رو تعیین تکلیف کنه که شما بمونید یا برید یا هر چیز، یعنی تعیین تکلیف به عهده اونه. ولی اینو هیچ وقت تو نشستا نمیگفتن، بعد مطرح هم نمیکردن، بقیه بندها رو میگفتن، کلی هم بهش با معروف آب تاب میدادن. ولی خب این بند به هر حال، این دولت، دولت قانونی مملکت اومده میگه این قرارگاه من میخوام بدونم توش چی میگذره، مثلا سر اینکه یه پاسگاه بزنم سم دم در، چون در دوره صدام هم اینجوری بود، ما دم در اشرف خب نیروی استخبارات یا همون اطلاعات صدام مستقر بود، هیچ ترددی بدون اجازه اینا انجام نمیشد. بخوای هر جا بری باید برگه میگرفتی میرفتی ثبت میکردی که ما مثلا میخوایم بریم اینجا این کارو بکنیم، میخوایم بریم بغداد این کارو بکنیم، چون خیلی نیرو نداشت صدام که مثلا همه رو با اسکورت ببره، خب خودشون میرفتن ولی باید برگه میگرفتن، اجازه میگرفتن زیر نظر اینا باشه و اینا بدونن کجا میری چیکار میکنی. حالا نوبت که به این رسیده بود، به این نقطه، به این خاطر چون رجوی قصد و نیت دیگه ای داشت، خب مسئله و زمینه های چیده بود که اینو به درگیری بکشه و خون مردم براش مهم نبود، خون این بچه هایی که صادقانه براش خدمت میکردن و برای البته فکر میکردن برای وطنشون دارن خدمت میکنن، اینجوری خونشون رو به هدر داد و به زمین ریخ و بانی و باعث همشون و قاتل همشون رجوی. بسیار ممنونم. اجازه بدین چون دوستان روی فیسبوک یک کامنت های گذاشتن، از آقای زمانیان سوال کردیم که بگه در ایران آیا کسی طرفدار یا منتظر مجاهدین هست. ایشون میگه والا من عکسم که میکشم برای داخل ایران میفرستم، برای هر کی میفرستم شروع میکنن به اعتراض که از این وطن فروش ها هیچ عکسی برای ما نفرست. خانم لیلا بیگلو میگه که دلم برای فامیل جوانهایی که امروز سالمند شده در فرقه رجوی میسوزه که چه ها کشیدند و هنوز هم میکشن. آقای کرمی هم نوشتن که خود مریم قجر به خوبی میداند که حضور این جدا شده ها در آلبانی که زندگی میکنن، بودن آنها در آلبانی مساوی است با انهدام کامل تشکیلات فرقه رجوی. باز آقای زمانیان نوشتن که حتی عکسای خنده‌دارم که باشه میگن از این بیناموس ها نفرست، فوش های زشتر از این هم میگن که من اینجا نمینویسم. باز خانم لیلا خانم میگن نوشتن که فرقه دیکتاتور رجوی چه ظلمی به هموطنان ما کرد. و آقای علی شیرزاد نوشتن با سلام، داستان از یک هفته قبل شروع شد، ما را صدا کرده و آماده باش دادن، ولی نفرات پایین تر خبر نداشتن که من همان موقع با مسئولین صحبت و گفتم کشتار می شود، با سازمان ملل و عراق حل کنید، گوش ندادن. شب حمله آمریکا با تانک در اشرف بودند و من هم در کنار آنها نگهبان بودم، با مسئولم دوباره صحبت کردم، گوش ندادن، که آمریکا هم حرفش این بود که کنار بیایید. و ساعت 3 صبح افسر ارشد آمریکا گفت ببینید حالا که حاضر به کنار آمدن نیستید هشدار میدهند ما برویم بیرون حمله صورت خواهد گرفت، و به ما هم گفتند خارج شوید، ولی گوش ندادند و آمریکا نیروهایش را بیرون کشید و در نهایت حمله 4 صبح شروع شد که 3 سال بعد در صحبت‌های خصوصی با مسئولی از سازمان، چون در جریان حرفای من از قبل بود، گفت و درست میگفتی و می توانستیم جلو کشتار را بگیریم، اشتباه کردیم، که من هم گفتم همین اشکال را عمومی بگید تا نفرات نزدیکتر بشوند، مخفی کاری به ضرر خودمان است که چنین کاری را هم نکردند. شاید هم حرف خودش بوده و رجوی به این نقطه اشتباه نرسیده. آقای پرویز حنا میگن که رجوی تماما دنبال از بین بردن کل نفرات
بود که اشرف را از دست ندهد، ولی هم اشرف را از دست داد و هم آرزوهای این انسانها را پرپر کرد. من خودم سمت چپ درب شمالی اشرف در موضع آسه بودم و به سمت مزار رفتم و دیدم سربازهای زرهی BMP-1 اشاره کردند از سمت رادیو بروید که ما را از کشته شدن نجات بدن. خب بالاخره به نظر میرسه آدم های با انصافی هم بودن. ما بدون فرمانده بودیم و فرمانده اصلی در رفته بود و اون آقایی که اونجا فرمانده بود وقتی من رسیدم خیابون سر او رو اونجا دیدم، در صورت که در عقب نشینی نظامی فرمانده باید آخر همه صحنه را ترک کند، ولی مجاهدین فرمانده هایش زودتر از نفرات در رفتن. آقای کرمی اضافه کردن بارها و بارها سربازان آمریکایی رفتن داخل آسایشگاه های زنان را چک و کنترل کردن، بازرسی کردن، یک کلام هم سازمان حرفی نزد. آقای محمدیان، در همین حالا حمله چوب و چماق به اسلحه و اینا، شما یه نکته خیلی جالبی رو گفتید. گفتید اینا بعضی وقتا شلیک نمی‌کردن، ولی وقتی ما نزدیک می‌شدیم می‌ترسیدن که ممکنه بریم اسلحه‌شون رو بگیریم، شلیک هوایی می‌کردن، شلیک می‌کردن، بعد با سنگ حتی حمله می‌کردن. هیچ کس از عراقی‌ها مجروح یا کشته شدن در این زد و خوردها؟ یه تعدادشون بله، یه تعدادی از عراقی‌ها مجروح شدن به وسیله سنگ و چوب یا تو اون قسمت‌های مختلف. خیلی‌ها می‌مادن می‌گفتن ما دو تا عراقی رو زدیم، با چاقو زدیم فلان. ما شنیدیم، ولی خودم با چشم خودم دیدم که بعضی‌ها به وسیله سنگ‌هایی که پرت می‌شد به طرفشون سر یا صورتشون زخمی و خونی شده بود و یا زانوشون مثلا بسته بودن، چون می‌دیدیم که سنگ بارون می‌کردیم با قول معروف ما اینا رو در یه جایی خود اینا امتناع می‌کردن از شلیک و میگفتن برید کنار، ما کاری بهتون نداریم. من خودم که بودم تا آخرین لحظات، خود نمیدونم چرا، چون خیلی کنار هم دیگه را میرفتیم، طرف افتاد یا کشته شد یا مجروحن الان خیلیشون. که خب فقط کشته های این درگیری ملاک نیست، خیلی از نفراتی که توی فرقه بودن الان هنوز از جراحت‌های این درگیری رنج می‌برند و معلول محسوب میشن و بعضیشون اصلا خب دیگه زندگی براشون سخت شده و اینا فاجعه‌ای بود. بله، من خودم تا آخرین لحظه که بودیم وقتی تو خیابون رسید، همین سرگردی رو که میگفتن قاتل، من مجاهدین تو فرقه بهش میگفتن قاتل، حالا نمیدونم اسمش کی، آدم خوبی، بعد یه من کارش ندارم اصلا. خب شلیک کرده، چند تعدادی کشته، حتما خب اگه دادگاهی باشه حتما خب دادگاه حکم میکنه براش، نمیدونم. ولی من که باش رو در رو شدم، قسمش دادم، گفتم مگه تو مسلمان نیستی؟ من الان شاهدم دارم اگه لازم باشه، نفری که داخل سازمان هستن اونجا. من بهش گفتم مگر مسلمان نیستی؟ گفت مسلمان هستم. مثلا من حتی حضرت عباس رو گفتم، گفت به حضرت عباس اگه از خیابون صد برید کنار باهاتون کار نداریم، ولی اگه بیای تو خیابون صد میزنیمتون. یعنی برید کنار، مثلا به من به زور حولم داد، منو از خیابون صد انداخت پایین تو اون خاکی کناریش، دیگه با همون کار نداشت. گفت اینجا وایسی باید کار نداریم، بیایی تو خیابون باید کار دارم میزنمت. من مامورم، من افسر ارتشم، من ارتشیم. یعنی خب یه جای بله، اینا هم یه تعداد زخمی شدن، یه تعدادشون زخمی. حالا مثلا خب ما امکاناتی نداشتیم، نزدیک هم که نبودیم، از سنگ از راه دور. یا بعضی ها خب خود مجاهدین بعدن تو نشست ها میگفتن یا خودشون هستن میگن که با چاقو بعضی هاشون زده بودن، با چوب زده بودن. مثلا میرفتن کمین میکردن پشت ماشین، طرف که رد میشد با چوب از پشت میزدن در میرفتن. و خب اینجا درگیری های منفرد و به قول معروف چیزی بود که بعضی وقتا هم شلیک میشد، بعضی وقتا هم شلیک نمیشد، ولی خب زخمی هم دادن عراقی‌ها. بله، بسیار ممنونم. این سوال آخرین این هست که در چندین مرحله در این روز یا روزها نفرات مجاهدین با ارتش عراق درگیر شدند، با توجه به اینکه می‌دیدید کشته می‌شوند و کشته می‌شوند، زخمی می‌شوند، چرا ادامه می‌دادند؟ بله، خب ماها بود، بعد از 6-7 مرداد چند سال بود که دیگه وضعیت اشرف وضعیت عادی نبود، همه در حال درگیری، همه شعارها میومد که ما میایستیم میجنگیم تا آخرش، تا نفس آخر، تا قطره آخر خونمون میایستیم، ما حقیم. از این شعارها خوب تهیج میشد.
نفرات هم خب بعضی وقتا از خونی که ریخته میشد بیشتر تایید میشن، دوستشون کشته شده بود و میگفتن خب این به ناحق کشته شده و ما راهمون حقه. خب یک دیدگاه ها و قرائت های از زندگی هست دیگه، هر کسی، ما هم که اونجا بودیم خیلی ها، من تا جایی که میفهمم و با نفرات مختلف خب حرف میزدیم صحبت میکردیم، ما ناچار بودیم، گیر کرده بودیم در جایی که نمیشد بیسی کنار. خب ما میگفتیم خب تو اشرف هستیم، خب اشرف هم که دیگه با معروف محل ماست، خونه ماست، داریم توش زندگی میکنیم تا روز مبادا یا روزی که با معروف توی ذهنمون بود که اگر اتفاقی بیفته اون اقدام مشخص رو مثلا بکنیم، مثلا سرنگون بود. خب اینجا وقتی میومدن میگفتن خب میخوان خونتون رو بگیرن، طرف ناچار میشد بیاد توی صحنه. حالا توی صحنه دیگه تو بخوای، چه اونی که سنگ پرت میکنه چه اونی که بی‌طرف وایساده تیر میاد دیگه به یکی میخوره، ولی کل سازمان و فرقه خب هدفش این بود که درگیری‌ها رو ایجاد کنه و دیوار ایجاد کنه، دیوار گوشتی بذاره جلوی گلوله‌های اینا که هم به قول خودشون سود سیاسیش رو برن، چون میدونین که بعضی وقتا فیلماش خیلی تکون دهنده است و وقتی اینو پخش میکنن توی رادیو و تلویزیون خودشون، تلویزیون خودشون یا توی سایت رو پخش میده، خب بعضیا تحریک میشن، به وجد میان، ناراحت میشن، آشفته میشن و این ایجاد تحریک میکرد، ایجاد با معنی یک نوعی آشفتگی ذهنی ایجاد میکرد که طرف دیگه تو اون صحنه از خود بی خود میشدن خیلی ها. بله ما میفهمیدیم، خب میفهمیدیم دست خالی، همه میفهمیدن، همه مثلا خب همین روز که دوستی که گفته بود از یک هفته قبل شروع شد، خب شاید هم زودتر درگیری هایی که کوتاه و تن به تن این ور اون ور بعضی نفرات با این نفرات عراقی درگیر میشدن، خب جدا میکردن، چیز میشد، یعنی بود زمینه هاش داره داشت چیده میشد که دیگه اون درگیری تو اون شب به اوج رسید. همه میفهمیدن، خیلی وقتا تو نشستا به اسم تناقض توی سازمان مجاهدین میگن تناقضتو بگو، به اسم تناقض خیلی از نفرات بلند میشدن میگفتن خب راستی واقعا ما میخواییم با دست خالی جلوی عراقی ها چه کار کنیم. بعدا اونجا خب سرکوب میشد، سرکوب به این معنی که بلند میشدن که ای مگه تو مجاهد نیستی، ترسیدی، این حرف ها چیه میزنی، مجاهد اومده جونش بده، ما همه مون مال مون رهبری هستیم، رهبری میخواد ما رو تو این راه خرج کنه، تو چه کاره ای که سر جونت چونه میزنی. خب طرف هم خجالت میکشید، سرکوب میشد، مینشست، ولی خیلی نفرات همین حرف میزدن، میگفتن آقا ما داریم چه کار میکنیم، آقا جلوی عراقی نیروی مسلح زرهی داره، حتی زرهی هم نداشته، بالاخره سلاح داره، بارها بارها تو نشست ها مطرح میگن آقا میخواییم چه کار کنیم، چرا این کار رو میکنیم، مگه ما از جونمون سیر هستیم. ولی خب دیگه اونجوری میشد که نه این حرفا چیه، نباید بگی، ترسیدی تو از مجاهدت کم آوردی، تو یه مشکلی داری، بیا برو خودتو بخون، بعضی حرفا طرف سکوت میکنه. بعد صحنه هم که پیش اومد دیگه، خب وقتی صحنه پیش اومد دوستت کنارت داره در میشه، باید بری کمکش دیگه. خب نفرات اینجوری درگیر و شاید نمیگم بی اراده بودن، ولی یک جوری مجبور به این کار بودن. بسیار ممنونم از شما، ممنونم که با ما بودید، سال خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم در برنامه های آینده وقتی که با ما هستید خبرهای بهتری و همونجوری که با آقای بیت مشعل هم گفتم دوستان جدیدی هم اگر جدا شدن به اونها هم پیشنهاد کنید که بیان در این برنامه ها. و دوستان تشکر میکنن، میگن برنامه خوبی بود که این به اصطلاح چیزایی رو که ما نمیدونستیم آقای پرویز از آلمان میگه، میگه این برنامه خیلی با ارزش بود. ما ممنونیم که اونها وقت میذارن تماشا میکنن. آقای رزاقی هم میگن آقای سربی این ترسویی و بزدلی در خون رجوی هست، از اولین روزی که در زمان شاه دستگیر شد شروع کرد به همکاری با ساواک تا فرار قبل از اینکه در عراق ترقی در شود. خدا وکیلی استاد مردخاری و شوشازی، یه چیزی اینجوری نوشته، از مرده ها شوسازی، از مرده ها و خون و خونریزی هست. و من از یکایک شماها ممنونم، بارها گفتم که اگر شماها نبودید این داستانهایی رو که جزء صفحات تاریخ سازمان مجاهدین هست، تاریخ مجاهدین هست، ما هیچ وقت نمیدیدیم. ممنونم که شما آمدید و توضیح دادید و یکی دوتام نیست که بگیم این حالا چون جدا شده عصبانیه. میبینیم که تعداد زیادی از شماها و داستان زندگی خودتون رو میگیم. امیدوارم حالا که آزاد هستین هر روزتون بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشه. بازم از شما ممنونم که با ما بودید. خواهش میکنم آقای سربی،
از شما هم تشکر میکنیم، زحمت میکشید امکانو میدید به ما که بتونیم حرفامونو بزنیم. از همه دوستانی هم که تماس گرفتن تشکر میکنم، لطف کردن در حق ما. البته خب چون بحث و حرف خیلی زیاده و برنامه خوبخانه خوب محدودیت داره، خب ما خلاصه میگیم، برنامه خیلی حرفا برای گفتن است. در هر حال از همه شما ممنونم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و در زندگیتون موفق و کامیاب باشید. خیلی ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز، این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم به صورت بایگانی قرار میگیره، ولی این ویدیو روی فیسبوک تا زمانی که فیسبوک به اصطلاح اجازه بده باقی میمونه و شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز تماشا کنید. این برنامه تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com، یوتیوب لایو پخش میشه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. از آقای عبدی هم تشکر میکنم که به اصطلاح این وسیله رو در امکان در اختیار این دوستان قرار میده تا اونها بتونن با من و شما در تماس باشن. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه بعدی سوربی با مردم هست که شما هم میتونید در اون نظر بدید، شما هم میتونید برنامه های خودتون رو داشته باشید و ما بارها گفتیم حتی سازمان مجاهدین میتونن بیان برنامه داشته باشن و اونها هم نظرات خودشون رو بیان کنن. روز و روزگار بر شما خوش.